از بامداد تا نیمه شب. نوشته ی گیورگ کایزر، ترجمه محمد حفاظی. پرده اول، درون بانکی محلی. سمت راست دریچه دو باجه و دری که روی آن نوشته شده رئیس. دری دیگر در وسط که به خزانه راه دارد. در ورودی سمت چپ کمی به طرف پایین صحنه. سمت چپ باجه صندوقدار کاناپی حسیری و در جلوی آن میزی کوچک با بطری آب و لیوان. صندوقدار پشت پیشخوان و کارمند پشت میز تحریر نشسته است. هر دو سرگرم نوشتن. روی کاناپه آقای چاپ نشسته که خسخس می‌کند. جلوی باجه صندوقدار پیک که جوانکی است ایستاده و به در ورودی که لحظه پیش کسی از آن بیرون رفته چشم دوخته است. صندوقدار چند تپه به پیشخوان می‌زند. پیک به سمت او می‌چرخد و چکی به دستش می‌دهد. صندوقدار آن را بررسی می‌کند. چیزی می‌نویسد. مشتی پول نقره از کشویی برمی‌دارد. مقداری را می‌شمارد و روی پیشخوان به سمت پیک سر می‌دهد. پیک سکه‌ها را می‌برد و درون کیسه‌ای کرباسی می‌ریزد. آقای چاپ برمی‌خیزد. حالا نوبت چاپ‌هاست. کیفی از جیب بیرون می‌کشد. بانوی در لباس خز گرانبها و ابریشمی که خش و فش را انداخته وارد می‌شود. آقای چاپ مکث می‌کند. چه عجب. آقای چاپ چهره در هم می‌کشد. صندوقدار ناشکی ما روی پیشخوان تپه می‌زند. بانو به چاپ نگاه می‌کند. چاقا می‌تونن منتظر بمونن. بانو به نشانه قدردانی از دور سلام می‌کند و جلوی پیشخوان می‌ایستد. صندوقدار همچنان تپه می‌زند. بانو از کیف دستیش پاکتی بیرون می‌آورد و به صندوقدار می‌دهد. اعتبارنامه 3000 لطفاً. صندوقدار نگاهی به پشت پاکت می‌اندازد و آن را پس می‌دهد. ببخشید. بانو نامه تا شده را از پاکت بیرون می‌کشد و دوباره به صندوقدار می‌دهد. اعتبارنامه 3000 لطفاً. صندوقدار نگاهی به پشت نامه می‌اندازد و آن را پس می‌دهد. بانو تای نامه را باز می‌کند و آن را به صندوقدار می‌دهد. ببخشید. صندوقدار نگاهی به نامه می‌اندازد و آن را جلوی کارمند می‌گذارد. کارمند نامه را برمی‌دارد و از دری که روی آن نوشته شده رئیس بیرون می‌رود. من می‌تونم منتظر بمونم. چاقا همیشه منتظر می‌مونم و انتظار می‌کشم خانم. صندوقدار سرگرم شمردن سکه‌های نقره است. اگه ممکنه اسکناس لطف کنید. صندوقدار اعتنایی نمی‌کند. رئیس چاق و چلی با رفتاری جوانانه نامه در دست داخل می‌شود. کی؟ رئیس با دیدن بانو مکس می‌کند. کارمند به میزش باز می‌کند و شروع به کار می‌کند. صبح بخیر. ارادت. اوز احوال چطوره؟ خوبه. خوبه. میگذره. میگذره. رئیس به سوی بانو می‌چرخد. گویا قصد داریم پولتون از بانک ما بگیریم. 3000 مارک. با کمال میل سم. 3000 به شما پرداخت میشه اما... اعتبارنامه اینا دیگه. خیر. بیش از 12000 پرداخت نشود. کاملا درسته. BAN بانک همه توی فلورانس. به من اطمینان داد. بانک شما تو فلورانس کاملا درست عمل کرده. نمیفهمم پس چرا میگه. گمان کنم شما درخواست چنین اعتبارنامه ای کردین. مسلما. خب 12000 قابل پرداخت در شهرهای آخه توی سفر به پول احتیاج دارم. پس باید تو بانکتون تو فلورانس چند برگز یه اعتبارنامه رو امضا کرده باشه. قطعاً آخه برای شناسایی من باید به بانکایی که تو فهرست نام برده شده فرستاده میشد. عجیبه. ما هیچ تاییدیه‌ای دریافت نکردیم. یعنی باید منتظر بمونم. به هر حال ما باید مدرکی در دست داشته باشیم. آقایی که خود را پوشانده با شال و کلاه کف خزدار وارد می‌شود. جلوی پیشخوان می‌ایستد و نگاهی خشم‌آلود به بانو می‌اندازد. اصلا انتظار چنین پیش آمدی رو نداشتم. مادام می‌بینین که ما به مراتب کمتر از شما انتظار چنین وضعی رو داشتیم. در واقع ابدا. باور کنید من خیلی به این پول احتیاج دارم. چه نداره. مثلا خود من.
من بیشتر از شما عجله دارم. نمی‌بینین دارم با این بانوی محترم صحبت میکنم؟ خب مادام، حالا می‌بینین چه کار کنم؟ تاییدیه که رسید پولتون بودم. ببینید، من توی الفانت اقامت دارم. از اینکه آدرستون رو دادین خیلی خوشحالم. من همیشه اونجا نهار رو میخورم. ببینم صاحب هتل نمیتونه زامل من بشه. اصلا خوامت شما اونجا راضیه؟ بله، حتی شب دونام هم اونجا. یعنی من بیام اونا رو بازرسی کنم؟ عجب وضع شرماوری، من نمیتونم. از ما هر تون یه خواهی هستیم. شما نمیتونید، منم نمیتونم. اوضاع همینه که هست. به نظر شما باید چیکار کنم؟ شهر کوچیک ما جای دنج و تر و تمیزیه. فضای دور و برش هم دیدنیه. هتل الفانت هم خیلی جای شناخته شده ایه. میتونید با همه جور اشخاص خوشایند آشنا بشین. به این ترتیب زمان میگذره. روزها، شبها، جالبه نه؟ بدم نمیاد یه چند روزی توی شهر شما اقامت داشته باشم. هم هتلیای ما با کمال میل وسایل سرگرمی شما رو فراهم میکنن. فقط من همین امروز باید این 3000 مارک رو دریافت کنم. اینجا کسی هست که ضامن یک بانوی خارجی برای دریافت 3000 مارک بشه؟ حتی فکر پذیرفتنش یعنی کمکی رام نمی کنم. من اصلا میرم هتل توی اتاقم منتظر میمونم. فقط ممکنه وقتی تاییدیه رسید فوراً به من اطلاع بدین؟ اگه مایل باشی بادم شخصا به شما اطلاع میدم. با سریع‌ترین وسیله ممکن. در هر حال من بعد از اون خودم به شما تلفن میکنم. در خدمتم. بارو به نشانی قلبدانی با سردی سرخم میکنند و میرود. آقای پوشیده به پیشخوان تکیه میدهد و ناآرام با چکی که در دست دارد طرق و طرق را میاندازد. رئیس به او اعتنایی نمیکند و سرخوشانه به چاق مینگرد. همه ی اطراح ایتالیا محشر دم انگار این بود مستقیما از خود شیشه عطر به مشام میرسه. گرمته ها؟ 3000 تا بد نیست. بگم اونم 300 تا هم واسه اون خوبه. ها نکنه میخواد تو هتل الفان کمتر از این هم بهش پیشنهاد کنی تو اتاقش؟ دردی از آدم های چاق دوا نمیشه. شکم های گنده ما اصول اخلاقیمون رو حفظ میکنه. آقای پوشیده ناآرام اما بی اعتنا تق و تق روی پیشخوان میزنه. چیه؟ چک را میگیرد، آن را صاف میکند و به صندوق داره میدهد. پیک همچنان به بیرون رفتن بانو و سپس به دیگران خیره شده روی چاق که در کاناپه لم داده میفتد. پسر جون، اینه نتیجه دید زدن. میبینی که پول تو از دست داد. پیک با شرمساری به او نگاه میکنه. حالا جواب کارفرما تو چی میگی ها؟ تا آنبری یادت باشه حواست رو جمع کنی پسر. چشمات میدونم تو هم مثل تیر دنبالش، اما از اونا نمیتونی جلو بزنی. پیک بیرون میرود. صندوقدار تعدادی سکه دوره را میشمارد. چطور اعتماد میکنن که اونا که به این خلی رو بفرستن پول بگیره؟ احمق، مردم باید بیشتر مواظب باشن. این جوونک تو اولین فرصتی که پیدا کنه با پولها فرار میکنه. یه مال مردم خوره مادرزاد. به آقای پوشیده چیزی شده؟ مرد پوشیده یکی یکی سکه ها را وارسی میکند. این 25 فینیجر زمان 45 فینیج، همه پولت همینه. آقای پوشیده با تشریفات زیاد سکه ها را در جیب میریزد و دکمه های پالتوش را که روی جیب را پوشانده میبندد. باید سرمایت رو تو گاف صندوق نگه داری. خب حالا دیگه نوبت چاقاست که کیفشون رو خالی کنن. آقای پوشیده از پیشخوان فاصله میگیرد و بیرون میرود. امروز تو برامون چی آوردی؟ چاق کیف بزرگ ویژه یه حمل اسناد را روی پیشخوان میگذارد و کیف پولی از آن بیرون میآورد. این پولها رو همراه با همه ی دلگرمی و امیدی که مشتری زیبای شما با خودشان. به هر حال وقتی پای کار قاسمی در میونه در برابر چهره زیبا مسئولیت داری. خب به من بگو که چند سالشه؟ حدس بزن. هنوز اونو بدون آرایش ندیدم. خب اینجا چی کار؟ امشب تو الفانت میفهمی. دنبال کی میگرده؟ شبه ما، البته قبل از اینکه پولشو دریافت کنه. 3000 مارک میخواد تو این شهر چی کار کنه؟ ظاهرم به این پول نیاز داره. امیدوارم موفق بشه. تو چی؟ در گرفتن 3000 مارکش. من؟ اما مهم نیست از چه کسی. کنت کنم ببینم اون که
خیلیه که از فلورانس میرسه. اگر برسه. بله اگر برسه. شاید هم برای کمک به اون اهانه جمع کنیم. خب بخونم همین فکر رو میکنه. بازه نیستا به من بگیم. آره تو که تو آخر کاره توشی برنده شدی مگه نه؟ چار به صندوقدار این پولها رو بگیر. چه فرقی میکنه که به پولهامون اینجا سود تعلق بگیره یا در خارج؟ یه حساب به نام شرکت ساختمانی ریالیتی باز کن. یه حساب به نام شرکت ساختمانی ریالیتی. مبلغ زیادی هم تو راهه. پول بیشتر کیف بیشتر. همین الان هم میتونیم از این پول استفاده کنیم. 60,000 مارک، 50,000 اسکناس و 10,000 سکه طلا. خب امر دیگه این باشه در خدمتم. چاق به صندوقدار دارد اسکناس را وارسی میکنم؟ بله بله این یکی وصل پینش و قبوله. خیلی زود ردش میکنیم بره. اون رو نگه میداریم برای مشتری فلورانسیمون. اون هم لباس چندی که میپوشه هم پول چندی که قبول میکنه. اما پشت همین چندی که 1,000 مارک خواهد. البته 1,000 مارک نرخ چهره است. ظاهر چهره. نرخ چهره کار گفتی؟ ظاهر چهره. این هم رسمت تو شما 60,000. 60,000 سرگرم به بسته‌بندی اسکناس هاست. این بانوی فلورانسی که ادعا میکنه اهل فلورانسه چطوری نگاه میکنه که انگار آدم رو یه جایی تو قفس دیده. لباس خز، عطر، بوی خوشی که از اون تو هوا باقی میمونه و تو به ماجرایی پی میبری که بسیار عالی طراحی شده. ایتالیا، افسون و سرخوشی، خسته پریا، ریبریا، منتانیز، مونتکارلو، جایی که درخت نارنج شکوفه میکنن همینطور دوز و کلک. آره حقباز ها هر کجا به خاک اونجا حقباز پرورش میده. اونا کمپین راه میندازن، دور و دست ها راه میافته این بر اون بر. بیشترم تو شهرهای کوچیک دور از آبادی پر جلوه فروشی با لباسه ابریشمی مباج، خز، فزنها، این ساهره های امروزی. بله و ترچیک بندی از جنوب آفتابی نابل زیبا که به چشم برهم زدنی تو برق نمیشی به لباس زیره به پوست زیبا. بامداد روی دست صندوقدار زد. نتیجه این که این بانک تو فلورانس همونقدر درباره این خانم اطلاع داره که از وجود انسان تو کره ما. همه این کارهای حقوق‌بازیه که با دقت ترتیب داده شده و سرنخین شبکه نه تو فلورانس که تو مونته کارلوس، جایی که باید همیشه اون رو به یاد داشت. این بانوی که دیدی تنها یکی از اون خمرگستاییه که تو مرداب کازینو رشد میکنن. باور کن دیگه هرگز اونو نخواهیم دید. اولی حقش نگرفت بعیده که برای بار دوم خودش رو به خطر بندازه. شاید فکر کنی دارم شوخی میکنم اما وقتی بانکدار هستی باید چشم تیزی داشته باشی. در واقع باید به پلیس خبر میدادم اما ربطی به من نداشت. از این گذشته بانک ها باید با احتیاط عمل کنن. در جریان گزارش روزنامه های خارجی و اخبار پلیس باش. هر وقت مطلبی درباره زنی ماجراجو پیدا کردی که به زندان افتاده دوباره درباره این موضوع صحبت میکنیم. اون وقت میبینی که حق با من بوده. بله ما پیش از اینکه دوباره رنگ بانوی فلورانسی رو ببینیم و لباسهای خزش رو ببینیم درباره چیزهایی خواهیم شنید. رئیس به اتاق خود باز میگردن. صندوقدار بسته های اسکناس را مرتب میکنند. نگهبان چند نامه را به کارمند تحویل میدهد. یکیشون سفارشیه، رسیدشو بده. کارمن برگه رسید را مبر می کند و به نگهبان بانک می دهد. نگهبان بطری آب و لیوان را روی میز مرتب می کند و بیرون می رود. کارمن نامه ها را به اتاق رئیس می برد و باز می گردد.
بانو باز میگردد و با سرعت به پیشخان نزدیک میشود. ببخشید. صندوقدار بیان که به او نگاه کند دستش را دراز میکند و تق تق روی پیشخان میزند. ببخشید. صندوقدار تق تق روی پیشخان میزند. نمیخوام دوباره مزاحم رئیستون بشم. صندوقدار تق تق روی پیشخان میزند. لطفا بگید ممکنه من اعتبارنامه رو پیش شما گرو بذارم بعد 3000 مارک رو دریافت کنم؟ صندوقدار همچنان با ناشکی با این پیشخان میزند. حتی میشه من این دستبند و به جای اعتبارنامه پیش شما گرو بذارم؟ الماسه. باور کنید هر جواهر فروشی توی این شهر قیمتش رو میتونه حدس بزنه. یکی از دستکش‌هایش را بیرون میآورد و دستبند را از موچ باز میکند. دختری خدمتکار تر و فرز وارد میشود. خود را تلپی روی کاناپه میاندازد و در سبد خریدش به جستجو میپردازد. بانو که از سر و صدای چیزهای داخل سبد یک خورده به دور و بر میگردد، در حالی که به پیشخان تکیه داده دستش در دست صندوقدار جای میگیرد. صندوقدار سر خود را روی دست بانو که در دست او قرار دارد خم میکند. در حالی که عینک او برق میزند، نگاهش از مچ دست بانو آرام به سوی بالا معطوف میشود. خدمتکار چکی را که در جستجویش بوده مییابد و نفس راحتی میکشد. بانو با مهربانی سری به سوی او تکان میدهد. خدمتکار سبزیجات و چیزهایی را که خریده دوباره در سبد جای میدهد. بانو به سمت صندوقدار میچرخد، نگاهش به نگاه او میافتد. صندوقدار لبخندی نثار بانو میکند. البته از من که انتظار ندارم که کار خلافی انجام بده. دستمند را روی مچ میگذارد اما سگک آن بسته نمیشود. دستش را به سوی صندوقدار دراز میکند. ممکنه لطف کنید اینو ببندید؟ با دست چپ نمیتونم. صندوقدار که گویی افسون شده مات و مبهوت بانو را نگاه میکند. عینک او با نقطه های نورانی روی شیشه ها انگار چیزی نبوده در بودی چشمهایش فرو برود. دختر خانم ممکنه شما لطف کنی ببندی؟ خدمتکار به او کمک میکند. ای مواظب باش گوشتم رو گرفتی. ممنونم. به صندوقدار تعظیم مختصر میکند و بیرون می رود. خدمتکار جلوی پیشخان می ایستد و چک را پرت می کند روی آن. صندوقدار با دست های لرزان چک را بر می دارد که تراک دلوغ می کند. او ناشیانه با دست زیر پیشخان را جستجو می کند و سپس مقدار پول می شمارد. خدمتکار نگاهی به کپی سکه ها می اندازد. همه این پول جمال من نیست. صندوقدار سرگرده نوشتن می شود. کارمند زیرکان ناظر ماجر است. خدمتکار خطاب به کارمند: این پول خیلی زیاده. کارمند نگاهی به صندوقدار میاندازد. او مقداری از سکه ها را برمی‌دارد. بازم زیاده. صندوقدار اعتنایی به خدمتکار نمی‌کند و به نوشتن ادامه می‌دهد. خدمتکار سر تکان می‌دهد، پول را در سبد می‌گذارد و بیرون می‌رود. این یه لیوان آب اون آب مونده از آب تازه، آب خنک از شیر. کارمند لیوان به دست با عجله بیرون می رود. صندوقدار به سرعت به سمت زنگ برقی می رود و آن را به صدا در می آورد. بیگمان از راه رو وارد می شود. آب تازه بیار. اجازه ندارم از دم در دور بشم. به من آب برسون. نه این آب لجند رو از شیر. نگهبان بطری آب را از روی میز بر می دارد و به سرعت بیرون می رود. صندوقدار تعرف فرز بسته های اسکناس را در جیبهایش می شود. پالتوش را از جا رفتی بر می دارد و روی دست می اندازد. کلاه به سر می‌گذارد، تکیه تاشوی پیشخان را بالا می‌زند و از بانک بیرون می‌رود. رئیس غرق در خواندن یک نامه از اتاق خود بیرون می‌آید. بالاخره تاییدیه شد و راست رسید. کارمند با لیوان آب و نگهبان با بطری پر از آب وارد می‌شود. رئیس نگاهی به پیشخان و به آن دو می‌اندازد. اینجا چه اتفاقی؟ پرده می‌افتد. پرده دوم. اتاق ویژه نامه‌نگاری در یک هتل. در شیشه‌ای در پس زمینه. سمت راست میز تحریر و تلفن. سمت چپ کاناپه، صندلی دستدار، میز و روزنامه‌های روی آن. بانو سرگرم نوشته است. پسر او که کلاه بر سر دارد و پالتو پوشیده، در حالی که چیزی بزرگ و مسطح پیچیده در ماهوت سبز را زیر بغل هم می‌کند، وارد می‌شود. بانو شگفت زده می شود. اونو با خودت آوردی؟
شراب فروشه طبقه پایینه. احمد پیر میترسه اون بردارم و فرار کنم. امروز صبح فکر میکردم احتمالاً از اینکه داره از شرش راحت میشه خوشحاله. اما حالا شک کرده. اوه لابا تو هم خودتو باختی. نشون دادم که خوشحالم. اوه بابا همین کارت هم چشم هر آدم کوری رو باز کرد. نگران نباش مادر. قیمت همونه که امروز صبح گفت. یعنی حالا منتظر پوله؟ بذار منتظر بمونه. باید بهت بگم پسر جون کرد. مادر این لحظه با ارزشیه. تا نگفتم نباید نگاه کنین. کلاه از سر بر می‌دارد و پالتوش را بیرون می‌آورد. تابلو را روی صندلی قرار می‌دهد و روکش ماهوت سبز را بر می‌دارد. حاضره؟ مادر؟ بانو در صندلی‌اش می‌چرخد. پسر به سوی او می‌آید و دست را دور گردن او می‌اندازد. خب؟ تابلو مناسب میخونه نبود. پیرمرد روی تابلو رو برگردونده بود، طرف دیوار عکس خودش رو چسبونده بود پشت اون. لابد قیمتی که گفته شامل عکس خودش هم میشه. بگو نظرت چیه؟ به نظر من خیلی ساده و ابتدایی. شگفت انگیزه نه؟ فوق العاده است. از سر کراناخ. واقعا اون رو به عنوان یه نقاش تحسین میکنی؟ قطعا. خوب به ایده خاص مطرح در اون نگاه کن. ایده‌ای که منحصر به کراناخه و پرداختی نو از این موضوع در سراسر تاریخ هنر. کجا میتونی چنین اثری پیدا کنی ها؟ در پیتی، یوفیزی، واتیکان، حتی در لوفر هم تابلوی که قابل مقایسه با این نقاشی باشه وجود نداره. این بدون شک اولین و تنها برداشت غیر عادی و انسانی از آدم و حواس. سیب هنوز روی سبز هاست و مار از پشت شاخ و برگ های سبز وزن‌ناپذیر با نگاه هیز چشم شبونی میکنه و این یعنی این که ماجرا در خود بهش روی میده نه و نه پس از رانده شدن اونو. این تصویری از گناه کبیره، حبوط واقعی. کراناخ یه دو جین نقاشی از آدم و هوا داره که خیلی رسمی ایستادن و همیشه شاخه درخت سیب اصلا جداشون کرده. در اون نقاشی ها کراناخ صریح و ساده میگه که آدم و هوا فقط همدیگر رو میشناختن، اما در این تابلو برای اولین بار شادمانه فریاد میزنه که اونا عاشق هم دیگرن. اینجاست که آلمانی خودشو به عنوان استاد به تصویر کشیدن لذتگری که به شدت با حسوال جنوبی اون آمیخته است تثبیت میکنه و در عین حال محدودیت این شور و جذبه. مثلا خط بازو و دست مرد که به صورت اورین تا روی پای زن ادامه داره، یا خط افقی پاهای زن در تضاد با خط رانهای مرد که هیچگاه چشم رو خسته نمی کنند. این رنگ های دوست عشق آدم و حوا رو زنده می کنند. شما چه این احساسی ندارین؟ به نظر من که مثل نقاشی های خودت خام و ابتداییه. منظور چیه؟ منظورم اینه که لطفاً تو اتاق خودت قایمش کن. مادر تا به شهرمون برنگردیم تاثیر کامل این نقاشی رو احساس نمی کنم. اثر کراناخ در فلورانس بدیهیه که مجبورم تمام کردن کتابم به تعویق بندازم. اول باید این نقاشی رو خوب درک کنم. پیش از اینکه جرأت کنم درباره این تابلو بنویسم باید با اون زندگی کنم. من الان غرق در حال و هوای این نقاشی ام و اینکه در اولین مرحله سفرمون تونستیم اینو اینجا پیدا کنیم. اما تو تقریبا مطمئن بودی که این نقاشی باید همین دور و برا باشه. در هر حال ما تو مبهوتم. شگفت انگیز آدم خوشبختی ام. باور کنیم فقط نتیجه تحقیق خودته. اما مادر بدون سخاوت و کمک شما این کار ممکن نبود. من درست به اندازه خودت خوشحالم. صبر شما بی‌نهایته. من شما رو از زندگی خوش و آرومتون در فیسو جدا کردم. مادر شما ایتالیایی هستین اما وسط زمستون کشوندمتون به آلمان، از این شهر به اون شهر. تو واگنای قطار میخوابین، تو هتلای درجه 3 سر میکنین و گاهی هم با آدمای ناجوری در خوردین. بله خیلی سختی کشیدم. اما قول میدم عجله کنم. برای سالم رسوندن این گنج به خونه بی‌طاقتم. میتونیم با قطار رو ساعت 3 بریم. حالا ممکن سزار مارکو بدین؟ ندارم. اما صاحب تابلو همینجاست تو هتل. بانک نمیتونست پولو بپردازه، یعنی تاییدیه هنوز نرسیده. مادر قول دادم پولشو اینجا بپردازم. پس مجبوری تابلو رو بهش برگردونی تا تاییدیه برسه. نمیشه سریعتر اقدام کنین؟ الان دارم یه تلگراف مینویسم، باید بفرستیش. میبینی اونقدر در اومدن این سفر عجله کردی که حتی یه تاییدیه درست حسابی. پیشخدمت هتل در میزند. کیه؟
یه نفر از بانک اومده. بفرستش بالا. باید پولو فرستاده باشه. تا پولو دریافت کردی صدا بزن. برم سر به پیرمرده بزنم. میفرستم دنبالت. طبقه پای منتظرم. پسر جلوی تابلو مکسی میکنه و میره. بانو کیف و کاغذهایش را جمع و جور میکنه. صندوق را بانک از در شیشه ای وارد میشود. بانو با اشاره به او تعارف میکند روی صندلی بنشیند و خود نیز مینشیند. اما صندوقدار ایستاده است. امیدوارم که بانک با صندوقدار تابلو را میبیند و به شدت یکه میخورد. اومدن من به بانک کاملا در ارتباط با همین تابلو بود. شما شباهتی میبینی؟ در موچی دست خوشتون اومده؟ دوست دارم چیزای بیشتری رو کشف کنم. یعنی به چنین موضوعاتی علاقه داری؟ بله، اون رو درک میکنم. یعنی اینجا چیزای بیشتری برای کشف کردن وجود داره؟ خواهش میکنم در حق من یه لطفی بکنین و به هم بگین. با من کنین، این از پولم برام مهمتره. با خودم پول آوردم. میترسیدم تاریخ اعتبارنامه منقضی شده باشه. این کافیه؟ من فقط 3000 مارک میتونم دریافت کنم. این 60000 توست. و چطور تونستید؟ این خودم برمیجا. یعنی من چطور میتونم؟ بزنیم به چاک. کجا بریم؟ خارج از شهر. هر جا که باشی. چمدونتون رو ببندید. وقتی اگه چمدونی در کاره. میتونیم بریم ایستگاه قطار. من تو توقفگاه بعدی پیاده میام و اونجا سوار قطار میشیم. اولیش رو توی برمی قطار دارم. بگید ببینم از بانک 3000 تا آوردین؟ 60000 تا تو چی برمی؟ 50000 اسکناس و 10000 سکه یه طلا. سهم من از این پول فقط این سهمشون. اونو برداریم و یه جایی بذاریم ممکن از در شیشه ما رو ببینن. این 500 تاست. 500 تا؟ بیشتر از این تقدیم میشید به وقتش. وقتی به جای عملی برسیم باید مراقبت و مراقب باشیم. عجله کنیم، پول برداریم. حالا وقت عشق بازی نیست. ممکنه چرخهای قطار به حرکت در بیان و ممکنه کسی چوب را چرخان را بذاره. اما من فقط 3000 مارک نیاز دارم. اگه پلیس پول را پیش شما پیدا کنه میفتیم زندون. به پلیس چه ربطی داره؟ شما تو بانک بودی، حضورتون فضا را پر کردیم. به شما مزمون میشن. ارتباط بین ما مثل روز روشنه. ببینید من قدم بانک شما خیلی خونسرد برای تقاضا سعی کردیم. بله با اعتبارنامه جعلی. اعتبارنامه واقعی نیست؟ مثل الماستون گلابیه. اونا رو به عنوان یک گرو پیشنهاد کردم. چرا باید جواب در از گرو قیمت من بدلی باشم؟ خانم های مثل شما فقط چشما رو خیره میکنن. درباره من چی فکر کردین؟ رنگ پوستم تیره است. خب قبول، یه جنوبی اهل توست. اهل مونتکارلو؟ نه آقا، اهل فلورانس. صندوقدار نگاهی به کلاه و پالتوی پسر میاندازد. عجب، خیلی دیر کردم. دیر؟ این آقا کجاست؟ باهاش معامله میکنم، با کمال میل میپذیره. در این کافی پول دارم. چه مقداری اون پیشنهاد بکنم؟ نظرتون چیه؟ یه مقدار، چه مقدار باید پول بچمونم که چی بشه؟ تا 15000 مارک میرم بالا. اون خوابه، هنوز داره تو دست اتاق قرد میزنه. آره اتاق شما کجاست؟ 20000 5000 اضافه به شرط اینکه فورا بزنه به جان. کلاه و پالتوی پسر را برمیدارد. این آقا تو سالن انتظار نشستن. طبقه پایین؟ وای خیلی خطرناکه. آدم های زیاد اونجا هستن. صداشون کنون بیاد بالا. همینجا معامله تموم میکنم. به پیش خدمت بگیم وادارش کنه زود بیا اینجا. 20000 تا نقد. ممکنه به جای من پسرم با شما صحبت کنه؟ بله، پسرم. با اون سفر میکنم. پسرم داره برای نوشتن کتابش درباره تاریخ هنر مطلب گردآوری میکنه. اصلا برای همین از فلورانس اومدیم آلمان. پسر. خیلی موضوع عجیب و وحشتناکیه. اما این نقاشی. شانس آوردیم که پیداش کرد. پسرم داره 3000 مارک بابتش میپردازه. برای همین اصلا این مبلغ خیلی لازم داشتم. صاحب تابلو چیزه یه شراب فروشه. حتما اسمش به گوشتون خورده. لباسای خاص. ابریشمی. خش و فش. زرق و برق. هوا آکنده بود از بوی خوش عشق. خب الان وسط زمستونه. تا اونجا که میدونم طرز لباس پوشیدنم اولا عجیب و غریب. اعتبار نامه جعلی. میخواستم به بانکم تلگراف بزنم. با چه دست شما؟ که اگه
از من خواستین دستبند دورش ببندم؟ بله، چون با دست چپ نمیشه دستبند است. با من پول دزدیدم. اون چیزی که گفتم شما پلیستون رو خانه میکنه. پسر من توی دنیای هنر و قدران با اونا نیست. الان در این لحظه اونا به همه چی پی بردن. از کارمند و نگهبان ها به تازه خواستم تا بفرستم شو بیرون. پولا را زدم به چی و حالا یه دوستم. نباید تو خیابون آفتابی بشم. نمیتونم برم از کار راهن. پلیس خبردار شده 60,000 مارک. باید از میون کشزار ها فرار کنم، از میون برف پیش از اینکه تمام مردم شهر دنبالم کنن. ساکت باش. همه پولا رو دزدیدم. حضور شما فضا رو، فضای بانک رو تسخیر کرد. بوی عطرتون در هوا موج میزد. پش و پش میکردین و میدرخشیدین. دست برهنتون رو گذاشتین تو دستم. نفس، نفس گرمتون از روی پیش بازم. لطفاً مراقب هم زدن باشم. اما حالا باید ببینم شما ازدواج کردین؟ مثل اینکه قضیه خیلی وقف کرده. تا زمانی که من این موضوع رو شوخی تلقی کنم همینجور به غریزه و حواستون میدون میدین. گوش کن، هر جا جلوی ضرر رو بگیریم به نفع شماست. میتونیم برگردیم به بانکتون، یه بهونه سرهم کنیم. چه میدونم، بگید دچار ناخوشی آنی شدین، یه جور نسیان. گمون کنم هنوزم همه این پول پیش خودتون. من این پولا رو دزدیدم. پس دیگه ابدا علاقه به این موضوع ندارم. از بانک دزدی کردم. واقعا رفتارتون ملال‌انگیز شده. حالا شما باید تنها کاری که باید بکنم اینه که پس از این قضیه باید من به خاطر شما دزدی کردم. خودمو به دست شما سپردم، خودمو از نون خوردن انداختم، پولای پشت سرمو خراب کردم. من یه دزد و جانی ام. حالا شما باید، شما به هر حال شما باید سرمو صدا میکنم اون میاد. پس میخوای اون رو صدا کنی؟ آدمای توی هتل رو تحریک کنی و به اونا هشدار بدین ها؟ چه نقشه جالبی. اما رفتار تو ناشیانه است خانم. به این آسونی گرفتار دامتون نمیشم. حواس من سر جاشه. خانم آقایون، برعکس شما که خوابی، من همیشه 5 مایل از شما جلوترم. حرکت نکنین. سر جاتون بیسین و تا من کارا در جیبش میگذارد، تا من کلاهش رو روی چشم پاپایی میکشد، تا من پاتواش را تنگ بدن میکند، تا من به آرامی در شیشه ای را باز میکند و بیرون میرود. بانو بر میخیزد و بی حرکت بر جای نیست. پسر وارد میشود. مردی که از بانک اومده بود هم یادا رفت. ناراحت به نظر میمالد. پولو اینطوری که فهمیدم این مصاحبه کلش یه آزمایش بوده. میدونی این قضیه پول بد جوری روی اعصاب من اثر گذاشته. مگه بازم برای دریافتش اشکالی هست؟ شاید باید بگم باید تابلو رو پس بدم. اصلا به این موضوع فکر نمی کنم. اما این مسئله خیلی مهمیه. فکر می کنم باید به پلیس اطلاع بدیم. پلیس؟ این تلگرافو بفرست به بانک هم توی فلورانس. از این به بعد باید یه مدرک معتبر داشته باشم که همه رو قانع کنه. اعتبارنامه کافی نیست؟ نه کاملا. برو تلگراف کنه. نمیخوام این پیشخدمت رو بفرستم. کی میتونیم 3,000 مارک رو دریافت کنیم؟ تلفن زنگ میزند. زنگ زدم. گوشی را برمیدارد. تاییدیه رسیده؟ خودم بیام بانک. با کمال بریم. نه نه ابدا ناراحت نیستم. بله بله البته فلورانس خیلی از اینجا دوره. پس خونه های ببخشید چی گفتی؟ تاییدیه از برلین اومده غیر مستقیم. واضحه واضحه. نه نه به هیچ وجه. متشکرم. تا 10 دقیقه دیگه. ممنون. خدا نگهدار. همه چی رو به راهه. دیگه لازم نیست تلگراف بزنی. تابلو رو میخنی. به این فروش هم میتونه با ما بیاد بانک از همونجا پولشو بگیره. برو گنجاتو بسته بندی کن. از بانک مستقیم میره ایستگاه راحت. در حالی که پسر تابلو را بسته بندی میکند بانو تلفن میکند. صورت حساب لطفا. اتاق 14-16. بله. فقط خواهش میکنم فوری. پرده میوفتد. پرده سوم. دشتی شیبدار و پوشیده از برف. تابش آفتاب نیموزی بر شاخه‌های درهم و برهم و خمیده درختی سایه های کدر و شبگونه به وجود آورده است. صندوقدار پسپسکی و دزدانه ظاهر می شود.
کارای میکانیزم و خودش رو در مفصل حالش رو میده حالتی به آرامی. اما قوای ذهنی بود یه رو تحریک و فعال میشه و به فعل در میاد. مثلا دست های من که هرگز برف نرمیده حالا بدون کمترین ناراحتی میونه توده های برف فرو میره. رد پام کاملا محو شده. حالا یک کلی آدم دیگه ای شده. سرما و رطوبت باعث سرما خوردگی میشن و پیش از اینکه اون رو احساس کنی تب کردی و این اراده رو ضعیف آدم اگه بیفته تو بستر بیماری کنترل امارش رو از دست میده به آسونی تحلیم دستگیر میشه. همونجا بمونی وقتی شستن لباسا جاتون خالیه. تو آشپزخونه گریه و زاری را میفته که یه جفت سراسین گم شده فاجعه دفتش نکنی هر جو مرد اینجا مثل تیگونه ها کار میکنم تا رد پامو محو کنم. اون وقت با این دو تیک سراسین کربازی کسی میخوام خودم رو لو بدم. همیشه یه چیز بی اهمیت و غفلت و بی توجهی که خطاکار رو لو میده. نمیدونم چه شده. به نهایت هیجان زدم. چشم انتظار کشفیات بسیار با اهمیتی و برای کار دلیل دارم. چند ساعت گذشته رو اثبات میکنه. امروز صبح یک کارمند قابل اعتماد بودم. پول زیادی در دستان قرار گرفت. اون شرکت ساختمانی مبلغ هنگفتی به حساب واریز کرد. و حالا که زهره یه بیوجدان پست تمام عیار. بهترین کلک بزن. همه یه جوانب فرار رو به دقت سنجیدم. کلک زدم و در کاری ماهرانه و کاملا نتیجه بخش. و روز الان تازه به نیمه رسیده. برای هر کاری آمادم. میدونم که میتونم بازی کنم. من پیش میرم. باز کسی در تا نیست. پیش میرم. من فقط روی یک کارت 60,000 رو قمار کردم. من دفعه اونقدر بالا میبرم که نبازم. نه چرا نمیگم. کارت ها روی میزه. میفهمی؟ حالا بانوی زیبای من مجبوری بازی کنیم. اشاره شما بانوی عبری شبیه پوش مرین رو به من میاره. ای ماه تا بانوی من در این صورت صحنه نمایش به هم میرسه. زشی رو که زدم پس میدم. خدا نگم در سلام منو به رئیس بانک برسونی. ممکنه نگاه مزفرانی بهتون داشته باشید اما ناراحت نشید. آخه 60,000 ازش دزدیده شده. وضعش خیلی خرابه اما مهم نیست. شرکت ساختمانی اوضاع رو به راه میکنه. حالا شما رو از همه تعهداتتون آزاد مرخصی میتونی بریم. برداشتم پا به سرزمین معجزه ها گذاشتم و حالا با این مبلغی که در جیب بغلم دارم در ازای هر محبتی پول نقد میپردازم چون بعض فرق کرده.
فرق کرده من روی دست شما بلند میشم. دارایی تو خیلی محدوده. یادت باشه که شما پسر داری، چیزی که به شما فروخته نمیشه، بلکه از شما خریده میشه با پول نقد. پول نقد. خب چی برای فروش داری؟ بعد نور خوشی، سکوت و سکوت، برف کده به چونین بها، سکوت شما پیشنهاد رو رد میکنم چون درست نیست. باید این پولا رو خرج کنم. پولی نه کجا میتونم کالایی که از چین همه پولا داشته باشه پیدا کنم؟ شخصیت و کار و خریدار علاوه بر گوشت و سکون جسم و روح هم داره. با من معامله کن، به من بفروش، من پول دارم و شما کالا داریم، بیاین معامله کن. بیا باد میبزن، خورشید زیر ابر میرود، کوهدر از دست شکل زمین در حال کار و زایش. بالاخره تنباد بهاری وزی حالا بهتر. میدونستم که فریادم بیهوده نیست، خاص من ضروری بود. به حرف مرج اهانت شده، اما کار بزرگی که امروز رو انجام دادم چیزی از ارزش اون کم نمیکنه. اینو میدونستم. و در مورد مثل قضیه هرج و مرج، هرگز فروکش نمیکنه. هرج و مرج هرگز فروکش نمیکنه. به شدت بهشون حمله کن، پوشششون رو پس بزن تا چیزهایی ببینی. درخت به صورت اسکلتی در بدست، باد با تندر فروکش میکنه روی سخنی سندیدار با اسکلت. در تموم این مدت پشت سر من نشسته بودی، گوش چیز کرده بودی؟ تو مأمور پلیسی؟ نه به معنی مأموری، بلکه به طور کلی پلیس سرنوشت. تو جواب قابل قبول به سوال قاضی من هستی. آیا ظاهر نسبتاً خوب تو بیانگر حقیقت ظاهریه؟ چی؟ این تا حدی ناچیزه، خیلی بیش مادر است. در واقع هیچیست. من اطلاعاتی رو که بیش از حد کم بود داره نمیپذیرم. نیاز به خدمات تو نیست. میتونی این دکون خطب فروشی رو تخته کنی. من این آسونی ها مول نمیخورم. راه و رسم تو خیلی بله. ببین ممکنه من از گرفتاری و آشوب بیشتر معاف کنی، اما من در سر و ترچی میدم. پس با بعضی که تو داری اگه اشکالی نداره ازت خداحافظی کنم. هنوز کارهایی هستی باید انجام بدم. آدم وقتی سفر میکنه نمیتونه در طول راه به هر خونه ای سر بزنه، حتی با دوستانه ترین دعوت. تعهدات زیادی دارم که تا شب نشده باید انجام بدم. تو قطعا اولین نفری نیستی که نسبت به این تعهد دارم، شاید آخرین نفرم نباشی. مگه به عنوان آخرین چاره مگه همونطور که گفتم به عنوان آخرین چاره این موضوع قابل بحثه. اسم شب من زنگ شمارم رو از مرکز تلفن میبرد چون ساعت به ساعت تعقیب میکنه. من رو به خاطر لحن سردم ببخش. میدونم که رابطه من دوستانه تر بشه. ما به همدیگه وابسته ایم. در واقع فکر میکنم تو رو همراه خودم ببرم. خب ببینی ما به نوعی تفاهم رسیدیم. این سر آغازیه که به آدم تمام و اعتماد به نفس تا به آینده امیدوار باشه. هر طور میخواد باشه. اینو کاملا تقصیر میکنم و برای اون نهایت احترام بود. برش تندر با آخرین پزش باد، اسکلت دوباره به شکل درخت در میآید. بار دیگر خورشید از پشت ابر بیرون میآید. بله، میدونستم که این وضع پایدار نمیمونه. پرده میافتد. پرده چهارم، اتاق نشیمن خانه صندوقدار. پشت پنجره شمعدانی های عطری دیده می شود. یک میز و چند صندلی، پیانو سمت راست. مادر صندوقدار که گوشهایش سنگین است نزدیک پنجره نشسته است. دختر اول پشت میز نشسته و سرگرم گلدوزی است. دختر دوم دارد پیشتر آمد قطعه تانهاوزر را تمرین می کند. همسر صندوقدار وارد می شود
و از سمت چپ بیرون می روند. تیک تاک مستمر ساعت مرا رفت است. چی داری میزنی؟ اوورتون ترنازره با ترنانبام هم قطعه دلچسبیه. همسر وارد میشود. دیگه وقتشه که تیکای گوشت رو سرخ کنه. آه نه مامان زوده. آره هنوز وقتش نشده. کی رو داری گلوزی میکنی؟ دمپایلاگ بابا رو. همسر به سوی مادر میرود. امروز برای نهار گوشت سرخ کرده داریم. داری سرخشون میکنی؟ وقت زیاد داریم، هنوز ساعت 12 نشده. اوه حالا کجا 12 مامان؟ آره کجا 12. هر وقت بیاد ساعت 12 است. هنوز که نیومده. وقتی بابا بیاد ساعت 12 است. آره. همسر بیرون میرود. دختر دوم دست از نواختن میکشد و گوش میدهد. این بابا؟ بابامه؟ شوهرمه؟ پسرمه؟ بابا؟ بابا؟ شوهر؟ پسر؟ صندوقدار از سمت راست وارد میشود. کلاه و لباسش را به جارختی می آویزد. از کجا میام؟ از قبرستون. کسی روی مرده؟ صندوقدار شانه های مادر را نوازش میکند. مردن ممکنه یه هوی باشه اما کفن و دفن نه. از کجا میاد؟ از گور. با سر فرو رفتم تو کلوخه های برف. ببین هنوز یه تیکه یخ رو پیشونیمه. در اومدن از برف و یخ خیلی سخت بود، بی نهایت سخت. دستم کمی کثیف شدن، باید یه چیزی محکم ندا میکردم تا به چنگ میداختم و خودم رو میکشیدم بالا. انگار در اعماق زمین دفن شده و هنوز همینطور دارم آشغال میزرود. کوله‌ای از زباله خاکستر اونجا این روی تره کثافته. مرده ها در عمق معینی دفن میشن، در سمتری اما زنده ها عمیق‌تر و بیشتر فرو میرن. سرتاپت یخ زده. تازه حالا برف و یخ روتنم آب شده. اونجا تو طوفان مثل فنر میلرزیدم، باد زوزه میکشید. اینطوری بگم که طوفان گوشت تنم و کنجوری که اسکلون پیدا بود یه اسکلت. دریا رنگم پرید و سفید سفید شد، یک کوپه اسکلون. بالاخره آفتاب دوباره من رو سرهم کرد. حالا من اینجا اینجا بنابراین از سر تا پا منوار شدم. رفته بودی تو فضای باز؟ توی سیاه چال بولناک مادر، تو گودالی بی انتها در زیر برج های قیولا مانند، محصور در زنجیرهایی که جرین جرینگشون گوش و کر و تاریکی چشم کور میکرد. پس حتما باگ تعطیل بوده. شادم با رئیس بان جشن گرفته بودی. اتفاق خوشحال کننده ای برای خانوادش افتاده؟ رئیس بانگ، رئیس چشم رئیس دنبالی معشوقه تازه است. یه ایتالیایی با لباسه ابریشمی و خس، اهل یه جایی که پر از شکوفه های نارنج، مچ دستاش این و آج براق، گیسوی سیاه رنگ پوستش زیتونی، غرق جواهر و الماس، اصل همش اصل. اهل توس بقیه چیزی مثل کانان. نقشه رو بیار، نقشه رو بیار. توس کانان درسته نه؟ جزیره به اینا وجود داره یا کوهی یا تالابی. جغرافی همه چیز رو به ما میگه. اما رئیس داره بی خانه خودشو به زحمت میندازه. اون زن دست رد به سینهش میزنه مثل یه تیکه آشکال پرتش میکنه دور، جوری که بلاش رو زمین لنگوش و هوا. رئیس ریز و تر و تمیز ما. پس بان تطلیم نیست؟ هرگز هرگز همسرم. زندان ها هیچ وقت تعطیل نمیشن و صفی بی انتها از آدم ها، یه سفر ابدی مثل گوسفندایی که با شتاب به کشتارگاه میرن. جمعیتی و آشفته، فراری در کار نیست ابدا، مگه زمانی که بپری پشت رو سوارش بشی. پشت خودت پاره شد. کلامو نگاه کن، به درد ولگردان میخوره مادر. آسترش پاره. نگاهی به جیبان بندازیم، جیب چپ و راست. دختر اول و دوم سراستین ها را از جیب ها بیرون می کشند. تموم دارایی من. سراستین ها. اما بدون دکمه. کلا و پالتوی پاره همینه دیگه. وقتی می پرد و کونشون لگت می زنن، پنجون می کشن، نرده ها و حسار ها تو غلفتونی سکوت برقراره و تو طبیله نزد حقوق مساوی برای همه. برای همه. اما اگه کسی از جاش بلند شه و بپرد و کونشون بی تردید از غلفتونی آزاد می شه.
کار بزرگی انجام دادم و حالا هم اینجا آماره هم بگه پولای پشت سرمو خراب کردم و هیچی ندارم پیش رو هیچ صندوقدار میرشیند همسر به او خیره میشند بیماره صندوقدار به یکی از دخترها کتمو بیار به دختری دیگر دمپایی ها به اولی کلاه تو خونه به دیگری پیپم دو دختر همه را میابرد نباید پیپ بکشی اونم وقتی که همسر به مادر اشاره میکند ساکت شد به شوهر کبریت میارم صندوقدار که کتش را پوشیده دمپایی به پا شب کلاه گلدوزی شده به سر و پیپ در دست دارد پشت میز لب دهد روشن شد دیگه روشن شد؟ باید بدم کاملا تمیزش کنم شاید یه تیکه توتون تو لولش گیر کرده گاهی گیرهایی وجود داره معنیش اینه که باید شدیدتر از حد لازم پف بزنم میخوای همین حالا ببرم بدم پدرش نه بمونه همینجا بمونه کن سرگوتار پشت میزند و توده ای دود بیرون آه رو به راه شد به دختر دوم یه چیزی بزن دختر دوم با اشاره مادرش پشت پیانو می نشیند و می نوازد این که می زنی چیه؟ پیشتر آمده تانهاوزر خیاطی وصل پینه رفوگری دارم دمپاییات رو گلدوزی می کنم بابا عالیه عالیه و تو مادر بزرگ داشتم چورت می‌زدم در سر با آرامش آره الان زندگی آرامی دارم و تو هم سرم می‌خواستم دوشتا رو سرم کنم آشپز خونه الان سرم تو رو سرم می‌کنم آشپز خونه همسر بیرون می‌رود درها رو باز کنین دخترها از راست و چپ بیرون می‌روند و فوراً باز می‌گردند همسر وارد می‌شود اینجا خیلی گرمه همسر برمیگردن سر کار سرخ کردن گوشت مادر بزرگ کنار پنجره دخترها یکی پشت میز گلدوزی میکنه یکی واگنر میزنه همسر تو آشپزخونه مشغوله چهار دیواری زندگی خانوادگی جای گرم و دنج و راحت همه دور هم دیگه مادر، پسر، بچه ها زیر یه سقف قدرت جادویی چیزهای آشنا این جادو چه رشته هایی رو در هم میتنه اتاق، میز، پیانو آشپزخونه نون تازه، صبحا قهوه، ظهر گوشت سرخ شده اتاق خواب، تخت خواب، خوابیدن، بیدار شدن نیروی جادویی بیشتر و در پایان دراز کشیدن رنگ پریده بین او چوب فروش بعد میز کشیده میشه کنار دیوار تابوتی از چوب کاج در وسط اتاق با در نقره کوب که پیچ شده اما میشه جداش کرد یه تیکه پارچه کرک روی چراغ لامپی کشیده میشه و پیانو که یک سال درش باز دختر دوم از نواختن دست میکشد و هق کنان میدود توی آشپزخانه همسر وارد میشود داره قطعه جدیدی رو تمرین میکنه چرا چیز ساده تری نمیزنه صندوقدار توتون پیپش را خالی میکند شروع میکند به پوشیدن پالتو و کلاهش را برمیدارد داری میری بانک؟ سر کار؟ بانک؟ کار؟ نه پس کجا داری میری؟ مسئله همینه همسر من از جنگلی طوفان زده اومدم تا پاسخی بیابم اول اومدم اینجا به این آشیونه گرم و دنج و راحت من حاصل اومدم اینجا رو نفی نمی کنم اما این نمیتونه آزمون نهایی باشه نه پاسخ روشنه این پایان سفر من نیست بلکه فقط یه علامت راهنماست جاده ادامه داره او حالا پالتو به تن و کلاه به سر داره اینه های بلگرد گفتم که مهم نیست یه ره رو جوریده باشه بهتر تا جاده خالی بمونه اما وقت نهاره داری میری بیرون؟ غذا نخورده؟ بوی گوشت سرخ شده خوک به مشامم خورد سیر شدم
خشکونم خواب مادر. مادر ناگهان به هوا چنگ میزند و در صندلی میافتد. مادر بزرگ، مادر بزرگ، مامان. هر دو دختر کنار مادر بزرگ زانو میزنند. همسر بی حرکت میایستد و به سوی صندلی مادرش میرود. مردی برای نخستین بار غذا نخورده از خونه بیرون میره و این کار باعث مرگ مادرش میشه. دو دختر را پس میزند و چشم به جسد میدوزد. غصه غذا گرفتم، زار زار گریه کردم. آیا اینها باعث میشن همه چیز رو فراموش کنم؟ آیا اینا جوری به من گره خوردن که وقتی پاره بشن در زندگی هیچی جز غم و حسرت برام باقی نمیمونه؟ مادر؟ پسر؟ بسته ای اسکناس از جیب بیرون یاورد، آن را در دستش وزن میکند، سرش را تکان میدهد و بسته ای پول را به کنار میدهد. قصه آدم رو فلج نمیکنه، چشما خشکن و مغز کار میکنه. اگه قرار روز خوبی رو بگذرونم وقت رو نباید تلف کنم. کیف جیبی کهنه‌اش را روی میز میگذارد. از این استفاده کنید، این پول شرافتمندانه به دست اومده. این موضوع شاید ارزش بیاد داشتن رو داشته باشه. از سمت چپ بیرون میرود. همسر همچنان بی حرکت ایستاده است. دخترها روی جنازه مادر بزرگ خم میشود و رئیس از سمت راست وارد میشود. شوهرتون خونه است؟ نیومده اینجا؟ باید خبر دردناکی رو بهتون بدم. اون فرار کرده. چند ساعته؟ تو این مدت دفتر و دستکش رو بررسی کردیم. مبلغ دزدیده شده 60,000 مارکه. پول شرکت ساختمانی رعیتی. تا حالا نذاشتم خبر جایی درس کنه. به امید این که سر عقل بیاد و برگرد بانک. این آخرین تلاش منه. میبینین که خودم شخصا اومدم اینجا. شوهرتون اینجا بودم؟ رئیس به دور برمی نگرد. نگاهش به کت، پیپ و سایر چیزها می افتد. انگار؟ نگاه او به دخترها و جنازه معطوف می شود. به نشانه ای همدردی سر تکان می دهد. عجب؟ در این صورت؟ شانه بالا می اندازد و کلاه بر سر می گذارد. تنها کاری که می تونم بکنم ابراز همدردیه. مطمئن باشید نراحتی شما را احساس می کنم. رئیس بیرون می رود. دخترها به سوی مادرشان می روند. مادر! مادر! اینقدر گوشم جیغ میر نکنی! شما کی هستی؟ کی می خوای؟ توله ها، میمون ها، با من چی کار داری؟ پس پا می افتند. شوهرم من رو ترک کرده. دخترها خجولانه دست یک دیگر را می گیرند. پرده می افتند. پرده پنجم، جایگاه مسئول برگزاری مسابقه دوچرخه سواری. مسابقه در پیست ویژه در حال انجام است. چند آقای یهودی و سایر دستاندرکان در حال آمدند. همگی شبیه همدیگر هستند. آدم‌های ریزنقش، سرسنده و هجوم و جوش، با لباس رسمی اسموکی، کلاه ابریشمی سیلندر مایل به عقب سر و دوربین دوچشمی در جلد چرمی آویزان از گردن و شانه. سوت، هو و همهمه مداوم جمعیتی که دیده نمی شود از سمت راست. موسیقی نواخته می شود. تمامی اعمال روی سطحی بزرگ انجام می شود. همه چی آماده است؟ خودتون مقایسه کنید. درخچه های نخ. خب چه ایرادی دارن؟ حدس میزدم. خب درخچه های نخ چه ایرادی دارن؟ اونو اینجوری چیده؟ ایوانه. به خدا که راست میگه. یعنی هیچ کس مسئول چیدن اونا نبوده؟ مسخره است. واقعا مسخره است. هر کس بدونه که حتما کور بوده. یا خواب. خواب اما امشب چهارمین شب مسابقه است. من ولی گلدونای بزرگی که نخ را توشون کاشته شده باید کشیده بشن کنار. ممکنه بگین چجوری؟ درسته نه دیوار. تمام پیست باید به خوبی دیده بشه. آقای اول بیرون می روید. به خصوص از لوژ سلطنتی. راست میگی. آقای دوم بیرون می روید. آقای چهارم وارد می شود. با تماچه ای شلیک می کند. آقای پنجم با بلندگویی که با رنگ قرمز روغنی جلادانی شده وارد می شود. مبلغ جایزه چقدره؟ 80 مار. 50 مار برای نفر اول
دورو نمیشن و الان خسته شون میکنیم. جایزه 80 بار که نفر اول 50 بار و نفر دوم 30 بار. میتونیم مسابقه رو شروع کنیم. هنوز نه، شماره 7 داره جا به جا میشه. حرکت! آقای دوم پرچم رو پایین میآورد. مسابقه آغاز میشود. صدای کف زدن و با جونه های آلمانی باید گردهایی برنده بشن. چیه خوبه که رقبای مورد توجه دارن عقب میفتن. باید پیش از اینکه شب بشه خیلی تلاش کنن. دو شرخ سوارا بی نهایت هیجان زدن. تعجبی نداره، امشب قهرمان مشخص میشه. آمریکایی ها دوست سر حال جاب نکایی ما اونا رو از پا میندازن. امیدواری بالا حتی در این پیروزی خوشنود بشن. لوژ سلطنتی هنوز خالیه. من نتیجه جایزه نقدی 50 فرانک به شماره 11 و 30 فرانک به شماره 4 پرداخت میشه. آقای سوم بیرون میرود. صندوقدار وارد میشود. او لباس رسمی شب پوشیده، شنل مردوش، کلاه سیلندری ابریشمی بر سر، دستکش به دست و کفش ورنی به پا دارد. ریش او پیرایش و موی سرش با دقت شانه شده است. بگه ببینم اونجا چه خبره؟ شما رو به مسئولان معرفی میکنم. اسم من اهمیتی نداره. اما باید هیئت مدیره رو ملاقات کنیم. هرچی میدم ناشناس بمونم. ظاهرا به اینجور مسابقه ها علاقمندید. نه؟ اصلا از این کارا سر در نمیارم. اونا پایین دارن چیکار میکنن؟ یه پیست گرد با خط ممتد سفید مثل مار. الان یکی شروع کرد و یکی داره استراحت میکنه. این کارو یعنی چی؟ خب هر دو شرخه ای رو دو نفر به نوبت میدن. وقتی یه دوچرخ سوار رکاب میزنه او یکی کنده پوک میخوابه ها؟ خب ماساژش میدن ها آماده است و اسم اینو گذاشتی مسابقه امدادی؟ خب کاملا درسته، اما باید اسمشو میذاشتی استراحت امدادی. یه جایگاه ویژه هم برای هیئت مدیره رزرو شده. این آقا یه جایزه 1000 مارکی اعطا میکنه. اجازه بدید خودم معرفی کنم. لازم نیست. این آقا خودشون معینن که ناشناس بمونن و در این کار نفوذ ناپذیرم. داشتم درباره مسابقه براشون توضیح میدادم. بله، به نظر شما مسخره نیست؟ منظورتون چیه؟ این استراحت امدادی رو میگم. یه جایزه 1000 مارکی برای چند دور؟ هر چند دور که دلتون میخواد. چه مبلغ باید به برنده اول اختصاص داده بشه؟ تصمیم شماست. آقای ناشناس برای شماره آزاد در 10 دور این دو جایزه را اعطا می‌کند. 800 مارک به نفر اول و 200 مارک به نفر دوم، جمعاً 1000 مارک. بگیم ببینم، شما که واقعاً به اینجور مسابقه ها علاقه ندارید، چرا چنین جایزه بزرگی را اعطا می‌کنید؟ چون پول تأثیر جادویی داره. آه، منظورتون روی سرعت دوچرخه است؟ چرم نگید. آقای سوم وارد شما آقای از این که 1000 مارک اعطا کرده؟ زکه طلا. اون شمردنش خیلی طول میکشه. نگاه کنید. صندوقدار کیسه این پول را از جیب بیرون میکشد، انگشت را تر میکند و سکه ها را به سرعت میشمارد. دیدین که زیاد طول نکشید. خبره به نظر میرسید. کار ساده ایه آقا، زحمت پرداخت با شما. با کمال میل متشکرم. آقای پنجم نزدیک میشود. اون آقا کجاست؟ اجازه بدین خودم رو. هیچ وجه لازم نیست. آقای سوم پرچم در دست. دو شرق سوارا آماده باشن. حالا شاهد مبارزه برای کسب عنوان قهرمانی خواهیم بود. همه زبده ها تو مسابقه شرکت کردن. حالا جواب سوالتونو میدم، بالا رو نگاه کنید. اما باید چشم پیش بدوزین و ببینید مسابقه چطور پیش میره. ورزش بچگانی، یه دوچرخه سوار برنده میشه چون اونای دیگه میبازن. گفتم بالا رو نگاه کنید، اونجا میون اون جمعیتی که جادوی پول اثر خودشو میندازه. نگاه کنید، سه ردیف جایگاه تماشاچی، یکی بالای دیگری، پر از آدم که همه چپیدن تو هم، بیتاب و هیجان زده. اون پایین در لوژها کسانی از طبقات بالاتر نشستن که هر روز میتونن خودشون رو کنترل کنن. اونا فقط تماشا میکنن، اما با چشمای دریده زور زدن. تماشاچی های ردیف بالای لوژها بدناشون رو پیچ و تاب میدن، فریادشون شنیده میشه، هیجان زده و بیقید و بند. آدم های خوشمغز نعره میزنن، آشکارا مثل گاه ماه میگیشن. بلا رو نگاه کنید، به ردیف اونا باید گفت جایگاه شور و شهوت. اون گروه رو نگاه کنید، پنج تایی پیچ و تاب میخورن،
5 تا سر روی یه تنه، 5 جفت دست که روی سینه بزرگ زر میگیرن، روی سر این هدولا مردی تنها قرار داره، اون داره رد میشه، لکه پا پرد شد روی نرده ها، کلاهی بود که بچاله شده، پس از گذشتن از فضای تیره میفته توی بالکن وسطی و نرم و ملایم روی پاهای یه بانو قرار میگیره و همونجا به زیبایی جا خوش میکنه، خیلی به نرمی. آیا بانو هرگز متوجه کنه نمیشه؟ آیا همچنان کلاه رو با خودش حمل میکنه؟ آلمانی داره پیش میگیره، سرعت میگیره. بارکن دومم وارد ماجرا میشه، اتحادی به وجود میاد، کلاه کلت خودش رو زده، بانو کلاه رو به نرده ها میزنه و پاره میکنه. ای بانو، معلوم بود که این کار میکنی چون چاره ای نداری، تلاش تو احمقانه است، مجبوری تسلیم بشی، مثل همین الان که هستی، تسلیم بدون سر و صدا. شما اون بانو رو میشناسید؟ نگاه کنین، یکی رو دارن میکشن اون نرده ها، حالا آویزونه، دستش گل شد، افتاد، پر شد تو لاشها، چی میزنش اومده؟ ناپدید شد، بلعیده شد، خفه شد، غرق شد، مثل یه قطره بارون تو گردان. شکر کننده اهل هامبورگ داره نزدیک میشه. لاش نشینا دیوانه وار به جمعی توش افتادن، مرد سقوط کرده با اون تماس برقرار کرده، دیگه قید و بندی در کار نیست، لباس های رسمی به جنبش در اومده، جلوی پیرهن ها داره چاک میخوره، دکمه سردست، سنجاق کراوات و گوشواراست که داره به هوا پرتاب میشه، لبها از هم باز شده و فکا به صدا در اومدن، در جایگاه های ردیف بالا و پایین همه مرزها و تبعیضها از میان برداشته شده، یه فریاد جهانی از هر طبقه و جایگاه شنیده میشه، آشوب و جار و جنجال به اوج رسیده. اون داره برنده میشه، اون داره برنده میشه، دوچرخه سوار آلمانی داره برنده میشه، نظر شما چیه؟ آره احمق آلوم دیدوده دردارش و ساعت عالی اشغال عالی در احمق آلوم بودم این کار شکی داریم؟ دوچرخه سوار آلمانی جلو بودم ما اگه بعدتون نمیاد مهم نیست. صندوق را به جایگاه تماشاگران اشاره میکنه. اون بار حقیقتی تکان دهنده وجود داره، نهایت تلاش و رفتار بیهوده و سرسام آور تماشاگران رو ببینید، در لوژ ها و جایگاه های دیگه یه نوع دگرگونی پرجوش و خروش، محو شدن فرد و شور و هیجان احیا کننده دیده میشه، تفاوت ها از بین رفته و حجاب ها دریده شده و شهوت حکم فرماست، با تغییر با نفیر شیپورها دیوارها فرو میریزن، نه قید و بندی، نه شرمی، نه مادری معنا داره و نه فرزندی، فقط شور و بیبند باری و دیگر هیچ. این یه واقعیته و ارزش جستجو رو داره، واقعیتی که هر بهایی برایش به پردازی توجیه پذیره. آقای سوم به آنها میپیوندن. آن ملاحظه دارن عالی خدمت میکنن. دوچرخه سواری که خور زمین زخمی شده، نه تو پار شده. وقتی زندگی پر تب و تاب میشه نتیجهش مرگه. نتیجه 800 مار جایزه شماره دو آوردی، 20 مار جایزه نفر دوم شماره یک. شدن و سرعتشون رو میشد احساس که به استراحت نیاز دارم. یه جایزه دیگه اهدا میکنم. همین حالا به هیچ وقت به اون تأخیری در مسابقه. اما باید بذارید نفس نه درباره اون احمقا با من صحبت نکن. جمعیت رو نگاه کن که داره از شدت هیجان منفجر میشه. این نیرو نباید هدر بدیم، شعلش رو تیزتر کنیم و وقت میبینیم که میپرن هوا. 50,000 مال جایزه میدم. جدی میگی؟ گفتی چه مبلغ؟ 50,000. تا حالا کسی نشده چه این مبلغ؟ تأثیر اون رو تا حالا نه کسی دیده و نشنیده. به ماموران آمبولانس ها بگیم در همه طبقه آماده باشن. ما جایزه شما رو میپذیریم، وقتی لوژ ویژه اشغال شد مسابقه رو شروع میکنیم. شنیده محشر عالیه. بابا چه بازی کننده مهمونه دست داده. منظورتون از اشغال شدن لوژ میشی چیه؟ ما تو اتاق هیئت مدیره درباره شرایط مسابقه گفتگو میکنیم. من پیشنهاد میکنم 30,000 مارک نفر اول، 15,000 تا نفر دوم و 5,000 تا به نفر سوم پرداخت بشه. کاملا درسته. من به این میگم اضافه من. این ورزش برای همیشه نابود. به محض اینکه لوژ اشغال بشه شروع میکنیم. همین این بیرون میرم و صندوقها را تنها میگذارم. دختری وابسته به کلیسای سپاه رستگاری که سازمانی مسیحی با سلسله مراتبی شبیه ارتش است وارد میشود. از ساره این دیگه چه چرندی که سعی میکنی بفروشی؟ سوار جند آقا. خیلی دیر رسیدی، نمرد به اوج خودش رسیده. دختر قوطی حلبی رو که در دست دارد تکان میده. دفنید آقا. پس فکر میکنی به خاطر دفنید بتونی جند راه بندازی؟ دفنید آقا. من تعهد کردم 50,000 مارک بپردازم. دفنید
جنگ تو یه زده خود حقیرانه است. من فقط جنگ های بزرگ منظم کمک میکنم. من فقط سکه یه طلا دارم. سکه یه طلا. طلا طلا طلا. من یه تماشاچیم. شما با اعلام جایزه پنجاه‌فرانکی حاضران در ورزشگاه رو شکوه مبهوت کنید. صندوقدار بلندگی دستی را به اون میدهد. جایزه جدید از طرف همون آقای ناشناس تعیین میشه. دیدن سرمستی این آدم ها به اوج، به نقطه اوج، آرزویی که هر دم بیشتر میشد برآورده شد. غرش طوفان، موج شکننده جسم و مد آدم ها، همه ی قید و بند ها دارن پاره میشن. زنده باد کنار رفتن نقاب ها، مرگ بر فریبکاری و ریا. انسان آزاد فرادست و فرونده است، بدون درد سر طبقاتی، با رفتاری آزادانه. انسان آلوده اما آزاد، و اینه پاداش گستاخی من. صندوقدار بسته ای اسکناس از جیب بیرون میآورد و این پول را با کمال میل میپردازم. سکوت ناگهانی. آقایان کلاه از سر برمیدارند و با سر خم شده به نشانه احترام میایستند. اگه پول را در اختیار من بذاریم فورا مسابقه را شروع میکنیم. معنی چیه؟ معنی چی آقای عزیز؟ این سکوت ناگهانی غیر طبیعی. به هیچ وجه اینطور نیست. والا حضرت همین الان به لوژ سلطنتی تشریف آوردن. والا حضرت لوژ سلطنتی تشریف فرمایید؟ جایزه استخبارات مدنی شما خیلی به موقع است. متشکرم. خیال ندارم پولم هدر بدم. منظورتون چیه؟ فکر میکنم این مبلغ برای کمک به انجمن چاپلوس خیلی زیاد باشه. خواهش میکنم توضیح بدید که آتشی که چند لحظه پیش شعله ور شده با قدوم چکمه حضرت والا خاموش شد. خیال میکنین با دیوانه طرفون؟ فکر میکنین حاضرم حتی یه فینینگ بندازم جلوی پوز این سگهای پس، این نوکرهای چاپلوس حقباز، اونایی که بیشتر از همه خم میشن، مستق اردنگی هم؟ بله، این جایزه که از من دریافت میکنن. اما جایزه اعلام شده، فلوهزن در لوژ سلطنتی تشریف دارن، تماشاگران دارن به طور شایسته یاد احترام میکنن. منظور شما چیه؟ اگه حرف من رو نمیفهمید بذارین اعمالم سخن بگم. با زنبه ناگهانی کلاه سیلندر ابریشمی آقایان حاضر در صحنه را زیر پا می اندازد و به شدت لگدمال می کنند و بیرون می روند. آقای چهارم یورش می برند که پی او برود اما دیگران مانع می شوند. پرده می افتد. منظورم نوع شامپانی بود خودمان. اگر باید
گرند مارینه. اما این که لیکور قرون پس به خودت واگذار میکنم. دو بطری کامله گسه گسه و غذا چی سفارش میدیم؟ بهترین خوراک هایی که داری. یه نوع غذا با تخم مرغ که به سبک چوپان ها درست شده، مرغ بریان، استیک گوساله با قارچ، جگر پرنده گاز و سالاد مغز کاهو. بهتر از اینها، بهتر از اینها، از سوپ گرفته تا دسر عالی ترین نوع. ببخشید من متوجه نشدم. بهترین یعنی اوج تکامل، یعنی نقطه اوج یک کار هنری. پس باید سنگ تموم بذاریه در نهایت دقت و ظرافت. فهرست غذای ورای همه صورت غذا در خوره چون این مناسبت های با شکوه و این کار وظیفه شماست دوست من. من که آشپز نیستم. پیشنهاد یک کارت بزرگ صورت غذا رو روی میز میگذارم. غذا در 20 دقیقه سرو میشه. لیوان ها و ظرف ها را میچینم. کسانی که نقاب ابریشمی بر چهره دارند از لای در ورودی سرک میکشند. صندوقدار آنها را میبینند و با تکان دادن انگشت اشاره هشدار میدهد. صبر کنی شاپلکای من، خیلی زود شما را زیر نور چراغ میبینم. نقابدارها کرکر میخندند و ناپدید میشوند. پیشخدمت تابلوی رزرو شده را بیرون در میآویزد، در را پشت سر میبندد و میرود. صندوقدار کلاه ابریشمیاش را روی میز پس میزند. یک قوطی طلایی سیگار از جیب بیرون میآورد، کبریت میکشد و میخواند: چطور چون این ترانه های بر لبهای تو جاری میشه؟ معلومه، چون ذهن یک مرد باید پر از این چیزها باشه، پره پر از همه چی. تو را دور کارمه کاروسو، من همه اینها رو یه جای خوندم، تو مغزم فرو رفتم، اینجا تلمبار شدم مثل یه توده برف. در اون لحظه میتونستم تاریخ راهن بغداد رو بازو کنم. من که چطور شد که ولیعهد رومانی با دومین دختر تزار تاتیانا ازدواج کرد؟ باشه باشه، بذار ازدواج کنه، مردم شاهزاده ها نیاز داره. تاتیانا خیلی کسالت آورد. رفت می‌خیزد لیوانی را پر از مشروب
ترشیم می کند و آن را به صورت نقابدار می باشد. صبح بخیر خروس ها دارم می خونن. خوش اسم جاده بودم. متاسفانه من به طور ناشنا سفر می کنم و نمی تونم متقابلا خودم را معرفی کنم. نقابم هم نشان از یک خانواده سرشناس متکبر داره. از روی کارنامه من پاشو. وادارت می کنم بهای این کارو بپردازی. قبلا پرداختم خیلیم ارزون بود. نقابدار اول بیرون می رود. صندوقدار شامپانی می نوشد و در حال خواندن آواز خارج می شود. پیشخدمت ظرف خاویار در دست وارد می شود. لیوانهای خاویار جمع می کند و بیرون می رود. صندوقدار با دوزن که نقاب سیاه دارن باز می گردد. نقابدار دوم در را با شدت می بندد. رزرو شده. نقابدار سوم سر میز. نقابدار دوم سوی به سیاهی نقاب هاتون، به سیاهی خودتون بخورید، لوف لوف بلونید. می نشیند بین آدو. فقط از خامیار بگید، آواز شراب بخونید. مغزتون به درد من نمیخوره. لیوان آنها را پر از شامپانی و بشقابشان را پر از خامیار میکنه. یک کلمه حرف نزن، هیچ. حتی صدای حاکی از ترجم. باید مثل ماهی که این تخم ها، این خامیارهای سیاه رو توی دریای سیاه ریختن، گنگ و ساکت باشید. میتونی کرکر بخندیم بابه بونم و با من حرف نزنیم. شما چیزی برای گفتن نداریم جز ضرب و برق و چیزی نداری که نشون بدیم. مواظب باشید من قبلا حساب یه نقابدار رو رسیدم. صندوقدار بازه یه نقابدار دوم را میگیرد. کشم چیره بگیه؟ سب؟ به سوی نقابدار سوم میشود. چشمای تو آبی؟ سرد؟ بازی نگاه ها در حقیقه چشم ها. این نهید خوبیه. بیاین میخوام یه جایزه زیبایی اهدا کنم. زن زیبایی هستی. خیلی تلاش میکنی. اما سب کن تا یه لحظه پرده رو باز و نمایش رو تماشا کنه. نقابدار دوم از اون فاصله میگیرد. تو چیزی رو پنهان میکنی. از خوش به دامی ساخت. تو تصادفاً اومدی اینجا دنبال ماجرا میگشتی. خب بفهم این هم ماجرا. نقاب تو بردار. نقابدار سوم آهسته کنار میکشم. من اینجا نشستم و مینرزم. شما خونم رو به جوش آوردید. بذارین جایزتونه بدم. بسته ای اسکناس بیرون میآورد و بین آنها تقسیم میکند. نقابدار زیباییم به خاطر زیباییت. نقابدار خوشگل نمیخوری خوشگلیت. دستش را جلوی چشم میگیرد. یک دو سه. نقابدارها نقابشان را بر می دارد. نه! بپوشونین! چهرتون رو بپوشونین! هیولاها! عجوزها! فوراً گمشین! فوراً گمشین! گمشین! خودت گفتی! خودت از ما خواستی! گمشین! بیرون! نقابدارها به بیرون می گریزند. صندوقدار تکانی به خودش می دهد و شامپانی می نوشد. لکاته ها! زمزمه کنان که به وزوز شبیه هست بیرون می رود. پیش خدمت وارد می شود. چند بطری مشروب را روی میز می گذارد و بیرون می رود. صندوقدار با لگد در را باز می کند و همراه نقابدار چهارم وارد می شود. او که زنی شبیه درلک است، لباس بالماسکی پوشیده که تا کفش‌هایش می رسد. صندوقدار او را در وسط اتاق رها می کند و خودش را می اندازد توی بوم. برقص. نقابدار چهارم از جا نمی جنبد. برقص. این جسه پوست و استخون رو بجنبون. برقص. برقص. مغز به درد من نمیخوره. زیبایی رو رو کن. نقابدار چهارم با تردید به سمت آینه می رود. صندوقدار با اشاره دست او را از رفتن باز می دارد. نه وقفه نه تخیر. برقص. نقابدار جنب نمی کند. چرا نمی پری هوا؟ مگه تا حالا چیزی در باری درمیشان نشنیدی؟ مردان رقص که تا زمانی که میرقصن زنده هم وقتی دست از رقص میکشن موجوداتی مرده. مرد و رقص علایمی در جاده زندگی و در بین این دو دختر بابسته به سپاه رقصداری وارد میشود. هفته نامه شوارجان. خدای من هفته نامه میدونم ده فینیک. دختر موتیش رو جلو انگار دوست داری برای سر تو این بوکی ها بیارم ها؟ شوهر جنگ به گمونم همینو میخواد دخمی دوست داری که این کارو بکنم دخمی پس خیال سیاه به کسب به فراک من ها؟ دوتر
بازویش را تکان میدهد. اما من پرتت میکنم بیرون و از سرت خلاص شم. دختر قوطی را تکان میدهد. صندوقدار به نقابدار چهارم برقص برقص. دختر بیرون میرود. نقابدار چهارم به میز نزدیک میشود. چرا میگن که وسط تالار برقصی و وسط تالار رقص برقصی یه گوشه نشسته بودی؟ همین کاری توجه من جلب کرد. همه جا جوش داشتم و قیر میدادم اما تو ساکت بودی. تو چرا لباس اینقدر بلنده در حالی که دیگران مثل بچه قرتی ها لباس پوشیدن؟ من نمیرقصم. یعنی مثل اونایی دیگه نمیرقصی؟ آره؟ نمیتونم برقصم. شاید با این موسیقی یا بازر با هنگ اون نمیتونی برقصی. هر داری خیلی کنده اما میتونی رقصهای دیگه رو امتحان کنی. تو چیزی زیر لباس ها پنهون کردی. پرش ویژه خودت رو که در قید و بند ریتم و حرکت پاها قرار نمیگیره. حرکات تو تندتره، در واقع جهش ها نسبت به حرکات دیگرون تند و تیزتره. صندوقدار چطوری روی میز را کنار زنه ای تو اینجاست. در این دایره محدود محشری بی حد و مرز رو با کن. بپر خودتو از فرش که زیر پات رها کن و به کمک مفاصل نرم فرمانندت آرام و سبکبال بپر روی میز. بپر به پاشناهات انگیزه بری و زانوهاتو خم کن. نمیتونم برقصم. تو کنجکاوی منو تحریک میکنی. میدونی برای دستتو چه مبلغی میپردازم؟ بسته ای اسکناس به اون نشان میده. همه این پول رو نقابدار چهارم پای چوبی خود را نشان صندوقدار میدهد. میبینی؟ نمیتونم. پای چوبی؟ آبا یعنی صرفی را که مخصوص خونک نگه داشتن مشروب از روی نقابدار خالی میکنه. به این چوب آب میدم. کاری میکنم که جوونه بزنه. دستی بهت میدم که حس کنی. عاشق آموختنم. پس وایسا و بریم. نقابدار چهارم بیرون میرود. صندوقدار مبلغ پول روی میز میگذارد. پالتو و عصایش را برمیدارد و بیرون میرود. مهمانان در لباس شب باره میشود. این یارو کجاست؟ باید بیشتر مراقبش باشیم. آدم پستی که دخترامون از راه بدر کرده. شگرمشون رو برای خوابیات کرده. شامپانی قدرشون کرده. من بهشون اهانت کرده. تاوانشو پس میده. کجا رفته؟ من دستمون در رفته. بو برده بود که به درد سر میفته. اینجا دیگه برای جهنم بوده. مهمان سوم نگاهش به پول روی میز میافتد. هزار مار؟ خدا جون. حتما خر پوله. این پول صورت حسابه. این پول کرامت اهانت به دخترامونه. بهتر از دستشون در بریم. مسته اونا باعث ننگ ما. بیا یه هفته بریم هومه شهر. آفری به این فکر. اونجا میبونیم و تا یه فیلینگ آخر خرج میکنیم. اونجا نگه پیش خدمت داریم. پیش خدمت با سیلیه پرپاره میشود. نگران درنگ میکنن. دنبال کسی میگردی؟ ممکن زیر میز پیداش کنی. شامپانی، غذا، اتاق خصوصی، بابتشون پولی پرداخت نشده، 5 بطری پامری، 2 ظرف خاویار، 2 بار غذای مخصوص، پول همه اینها رو من باید بپردازم. من زن و بچه دارم، به خاطر ناراحتی سینم 4 ماه بیکار بودم. نمیبینید خونه خراب شدم آقایون؟ سینه داره تو چرا تو به ما داره؟ ما هم زن و بچه داره. مگه ما بهت کلک دادیم؟ اصلا تو چی داری میگی؟ اینجا دیگه چجور جاییه؟ ما کجا هستیم؟ اینجا پاتوق و عقبه بازاست. اون وقت شما مردم رو گول میزنی به همچین جایی بیان؟ ما اشخاص محترمی هستیم و پول غذا و مشروبمون رو میپردازیم. چی گفتم؟ مهمان سوم کلید در را به سمت بیرون میچرخاند و به پیش خدمت میگوید سینسا نگاه کن، حالا ما هم سهممون رو میپردازیم. با اردنگی پیش خدمت را که دولا شده 4 دست و بازی به میز میاندازد. آقایان بیرون میروند. پیش خدمت برمیخیزد. سوی در میدود و وقتی میبیند قفل است با مشت بر چارچوب میکوبد. باز کنید! بذارید بیام بیرون! از شما پول نمیخوام! میخوام برم! باز کنید درو! میخوام خودم رو تو رودخونه غرق کنم! پرده میافتد. Jesus, I'm not sorry.
پس زمینه پرده سیاه رنگ. در جلو سکوی کوتاه و روی آن نیمکت میشه اعتراف و تو به هم کنند. در تالار تعداد زیادی نیمکت چیده شده و در بالای جایگاه شرکت کنندگان چراغی بزرگ و رشته سیم‌های برق آویزان است. در ورودی در جلوی صحنه سمت چپ سرود عیسی مسیح عاشق روح من است به وسیله ارگ نواخته می شود و حاضران دست جمعی آنها را می خواند. دست زدن و خنده مردی از گوشه ای شنیده می شود. دختری که وابسته به سپاه رستگاری است به گوشه ای که مرد مزاحم نشسته می رود و کنار او می نشیند دستش را در دست می گیرد و با او نجوا می کند. صدا از سوی دیگر تان نزدیکتر بشین، مواظب باش بیل. آها تکون بخور. دختر به سوی ساحل صدا که کارگری جوان است می‌رود. دنبال چی می‌گردی؟ دختر به او می‌نگرد و سرش را به شدت تکان می‌دهد. شادی؟ افسر که زنی 30 ساله به جلوی سکو می‌آید. می‌خوام از همه شما یه چیزی بپرسم. بگید ببینم برای چی اینجا جمع شدید؟ چرا جمع نشید؟ خب این ساردین چسبیدین به هم دیگه، سر جاتون دارید با هم دعوا میکنید، هم دیگه رو با فشار از نیمکت میندازید پایین، در حالی که این بالا هنوز که نیمکت خالیه. ما که کار خلافی نکردیم. خب چرا اینجا جمع شدین و هم دیگه رو حال میدین؟ نمیدونیم که این عادت زشتیه. بگید ببینم کی بغل دستیشو میشناسه. شما شونتون رو به شونش میمالید، زانوتون رو به زانوش فشار میدید، در حالی که ممکنه اون آدم فاسدی باشه. شما چهرهشو میبینید اما شاید ذهنش پر از افکار جنایت‌آمیز باشه. میدونم که توی این تالار بیمارا و جنایتکارایی هم لابلای ما نشستن، بنابراین به شما هشدار میدم مراقب بغل دستیتون باشین. اونو بپای. نیمکتایی که بیمارا جانیا روشون نشستن ناله و قشقش میکنن. بغلستی من یا من؟ نصیحت من به شما اینه که از کسی که کنارتون نشسته دوری کنین. تو همه جای این شهر آسفالته بیماری و جنایت شیوع پیدا کرده. کدوم یک از شما از بیماری پوستی مسئول مونده؟ بله پوستتون ممکنه صاف و سفید باشه اما حالت نگاهتون شما رو لو میده. شما چش بصیرت ندارین اما نگاه دریدتون افشاتون میکنه. شما هنوز از طاعون شدید نجات پیدا نکردید. میکروبش خیلی مقاومه. شما مدت زیادیه که کنار آدمای بد نشستید. بیاین این بالا. اگه نمیخواین مثل بغل دستی های ناجورتون باشین که تو این شهر آسفالت زندگی میکنن، اون نیمکت ها رو ترک کنین و بیاین اینجا. این آخرین اختاره. توبه کنید. توبه. بیاین این بالا. بیاین بشینین روی نیمکت اعتراف و توبه. بشینید روی نیمکت توبه. بشینید روی نیمکت اعتراف و توبه. صندوقدار که لباس رسمی پوشیده توجه دیگران را جلب می‌کند. دختر جایی برای او در میان جمعیت می‌یابد. کنارش می‌ایستد و ماجرا را شرح می‌دهد. صندوقدار سرخوشانه به دور و بر خود می‌نگرد. موسیقی قطع می‌شود، دست زدن و تشویق طنزآمیز. حالا یکی از دوستای ما به شما میگه که چطور راه خودش رو به سمت نیمکت توبه پیدا کرده. سرباز اول که مردیست جوان روی سکو میرود. پس حالو که میگن اینه. میخوام درباره گناه هم حرف بزنم. من عمری رو بدون فکر کردن به روحم گذروندم، فقط به فکر جسمم بودم. بدنم رو عین دیوار محکم پرورش دادم اما روح تو پشت این دیوار کاملا پنهان بود. من بدنم رو وسیله کسب پیروزی قرار دادم و سایه این بدن چنان گسترده شد که روح توی اون پلاسید. گناه من ورزش بود. مدام بدون لحظه مکس ورزش میکردم. سرعت بیهوده پاها روی پدال دوچرخه و دست زدن و هورای تماشاچی ها. توی مسابقه های زیادی شرکت کردم و جایزه های زیادی
گذاشتم روی همه تابلوهای آگهی نوشته شد، عکسم تو خیلی از روزنامه ها چاپ شد، داشتم خودم رو برای مسابقه قهرمانی جهان آماده میکردم. ولی بالاخره روح هم با من حرف زد، چون کاسه صبرش لبریز شده بود. دوچار حادثه شدم، البته مسئولیت کشنده نبود. روح هم میخواست فرصتی به دست دارم تا توبه کنم. روح هم چنان نیرویی به من داد که تونستم از این نیمکتهایی که شما روش نشستیم بکنم، بیام این بالا بشنم روی نیمکت توبه. روح هم تو کمال آرامش با من حرف زد. چیزایی گفت که بیان سخته، حرفاش اونقدر جالب و شگفت انگیزه که زبونم از شهرم قاصره. باید خودتون بیان اینجا تا ندای درونتون رو بشنوید. سرباز اول وارد جایگاه ویژه تو بشه. ساکت تنها بسن. شهادت دوستتون رو شنیدید؟ آیا میتونین چیزی بهتر و اصیلتر از روح و اعتراف پیدا کنید؟ کار خیلی ساده ایه، روح در درون شماست، فقط باید بهش آرامش بدید. یه بار، فقط یه بار. روح دوست داره یه ساعتی رو با شما توی سکوت و آرامش خلوت کنه. و جای مورد علاقش کجاست؟ همین نیمکت توبه. در بین شما قطعا هستن کسایی که مثل این دوستمون گناه کرده باشن. دوستمون بهش کمک میکنه، راه براش بازه. پس بیاین این بالا، به سوی نیمکت اعتراف و توبه بیاین، به سوی نیمکت توبه، سوی نیمکت توبه. توبه کار اول که مردیست جوان با بدن ورزیده و دستش با پارچه‌ای به گردنش بسته شده از گوشه برمی‌خیزد. با خنده‌ای عصبی از میان جمعیت راه باز می‌کند و روی سکو می‌رود. این لحظه کسیف کجا نشسته؟ همون همون یارا بود. دختر به سرعت به سوی مرد می‌رود و او را بر سر جایش باز می‌گرداند. اوه بذار برم آنجلینا. تو به کار اول روی سکو؟ در این شهر آسفالت سالانی است که توش پیست دوچرخه سواری درست کردن. و اما گناه من هم دوچرخه سوار بودم و در مسابقه امدادی این هفته شرکت کردم. شب دوم دچار حادثه شدم، از دوچرخه پرت شدم و دستم شکست. مسابقه با شتاب ادامه داره اما من استراحت میکنم. همه عمرم بدون تفکر رکاب زدم اما حالا میخوام به همه چیز فکر کنم. میخوام روی نیمکت توبه به گناهم فکر کنم. سربازی او را راه نمایی میکند، روی نیمکت توبه مینشاند و خود در کنارش میایستد. روحی رستگار شد. مسابقه های امدادی ساکت شد. یه دوست دیگه میخواد بیاد و شهادت بده. سرباز دوم که دختریست میرود روی سکو. گناه چه کسی مثل گناه منه؟ بدون خجالت گناهم رو میگم. یه خونه یه درب و داغون داشتن، اگه میشد اسمش رو خونه گذاشت. یه مرد الکلی تو خونه بود که پدرم نبود. زنی که مادرم بود وقتش رو با آقایون درست حسابی میگذروند. هر چقدر پول میخواستم به هم میداد، آقایونم همینطور. اما من پول نمیخواستم. هیچ کس به خود من فکر نمیکرد، حتی خود من هم به فکر خودم نبودم. در نتیجه زنی شدم گمگشته. اون روزا کور بودم، نمیتونستم بفهمم که اون زندگی نکبتبار توی اون خونه فقط به این علت بود که وادار بشم به روحم فکر کنم و خودم رو وقف رستگاری اون کنم. یه شب به حقیقت پی بردم. یه آقایی با من بود، خواهش کرد اتاق رو تاریک کنم. چراغ گازی رو خاموش کردم، هرچند که به این کار عادت نداشتم. فوراً علتش رو فهمیدم. پی بردم که اون فقط یه بالاتن است و جفت باهاش قطع شده. اون نمیخواست بدونم پاهاش چوبی و اونا رو تو تاریکی از بدنش جدا کرده. وحشت زده شدم و نتونستم کار رو ادامه بدم. از اون شب از بدنم متنفر شدم. فهمیدم این تنها روح منه که بی
دوستش داشته باشم. و حالا این روح من موجب شادمانی منه. این روح بسیار متعالی، بسیار زیباست، جذاب‌ترین چیزی که میشناسم. میتونم چیزای زیادی درباره اون به شما بگم. شما هم اگه از روحتون بخواین همه چی رو بهتون میگه، همه چی رو. سرباز دوم از سرکوب پایین میآید. شهادت خواهرمون رو شنیدی؟ روح این زن خودش رو بهش عرضه کرده و خواب البته خواهرمونم اون رو رد نکرد. به همین علت که اون سرگذشت شما لبای خندون به شما گفت. حالا تو این لحظه کسی نیست که روحش بخواد خودش رو بهش عرضه کنه؟ اگه هست بذارید بیاد جلوتر، بذارید حرف بزنه. اینجا روی نیمکت بدون نگرانی بیاین سوی نیمکت توبه. بیاین سوی نیمکت توبه. در تالار چون با جوشی دیده می شود، بعضی ها به سمت دیگری می چرخند. توبه کار دوم که یک روسپی سال خورده است، در حالی که جلو می آید شروع به صحبت می کند. خانوم ها، آقایون، شما درباره من چی فکر می کنید؟ از خیابونگردی خسته و کوفته شده بودم، تصادفاً اومدم اینجا خستگی در کنم. من خجالت نمی کشم عزیزانم، به هیچ وجه. این سالن رو بلد نبودم، اولین باریه که میام اینجا، میشه گفت شانسکی. اما خانوم ها و آقایون، اگر فکر میکنین باید منتظر میموندم تا بار دوم از من خواسته میشد بیام این بالا، سخت در اشتباهین. خوب به من نگاه کنین، سر تا پام رو، این آخرین شانس شماست. هیچ مانعی نداره، به من اهمیت ندید، ذره ای خجالت نمیکشم. سر تا پام رو برانداز کنین، متشکرم. اما روحم عرضه کردنی نیست، هرگز اون رو نفروختم. هر مبلغی هم که پیشنهاد میشد روحم همیشه مال خودم بود. خانم ها و آقایون، از تعریف و لطف شما ممنونم. شما دیگه من رو تو خیابونا نمیبینین، دیگه رخت پرسه زدن رو ندارم، روحم من رو راحت نمیذاره. سربازی زن رو به سوی نیمکت توبه راه نمایی میکنن. روحی رسوار شد. من مربوط میشه، به وضع من در کاباره مربوط میشه. این به من مربوط میشه، به وضع من در کاباره مربوط میشه. سیره نمی چی دار میگی؟ پای چوبی، پای چوبی، آماده پای چوبی، نه نه هنوز نه، هنوز نه. یک مرد در وسط تالار. گناه همو به من بگیم، میخوام بشنوم گناه من چیه؟ دوست ما که اینجاست به تو میگه. سرباز سوم مردی سال خورده. بذارید من سرگذشتم رو براتون بگم، یک داستان معمولی. پس چرا میخوای بگی؟ بگم که چجوری این ماجرا تبدیل شد به گناه من. یه خونه یه دنج راحت داشتم، یه خانواده یه خانه و یه شغل راحت، همه چی رو به راه بود. همیشه شب وقتی زیر نور چراغ با همسر و بچه هم دور میز می‌نشستیم و من پیپم رو میکشیدم، کاملا احساس رضایت میکردم. هرگز نیاز به تغییر رو احساس نمی کردم، اما تغییر به سراغم اومد. اینکه چه چیزی باعث اون تغییر شد رو یادم نیست، شاید هرگز هم ندونم. گاهی روح آروم در خونتون رو میزنه، اون وقت مناسب برای این کار رو میدونه و ازش استفاده میکنه. خدا رو شکر. به هر حال نتونستم خوشحالش رو ندیده بگیرم. اولین کاری که کردم بیخیال جلوش وایستادم، اما روح قوی تر بود و من قدرت اون رو بیشتر و بیشتر احساس کردم. من همه عمرم رو در آسایش گذرانده بودم، اما بعدم فهمیدم هیچ چیزی جز روح من رو کاملا خوشنود نمی کنه. من دیگه پشت میز و زیر نور چراغ و موقع پک زدن به پیپ پی آسایش نیستم، چون اون رو اینجا فقط روی این نیمکت توبه پیدا کردم. این بود سرگذشت معمولی من. سرباز سوم عقب میستن، موسیقی نواخته میشود، اما با صدای تو به کار سوم که با آرنج ها از بین جمعیت راه باز میکنند قطع میشود. گناه من، گناه من. میرود روی سرکو. من پدر خانواده‌ام. تبریک. دو تا دختر دارم، یه همسر، مادرم هم هنوز با ماست. ما تو چهار تا اتاق زندگی میکنیم، خونمون جای دنج و راحتیه. یکی از دختران پیانو میزنه، اون یکی هم خیاطی و گلدوزی میکنه. همسرم آشپز
آشپزی میکنه، مادر پیرم شم دنیای عطری رو که پشت پنجره از آب میده. خونمون جای گرم و نرم و راحتیه، کاملا اینجا راحت، عالی، درجه یک، یه نمونه یه خونه خوب. خونه ما نفرت انگیزه، یه جای وحشتناک، نکبت بار، کاملا ناقابل. پای پیانو زده، آشپزی، گلوزی و آب دادن به گلا، همه جا بوی نکبت گرفته. من روح دارم. روحی رستگار شد. دختر به صندوق دار و با اشاره به تو به کار سوم. او رو میبینی؟ دخترم، همسرم، مادرم. زیر لبی چی داری؟ ماجرای من. آماده ای؟ نه، هنوز نه. یک مرد میستد و دستهایش را دراز میکند. گناه من چیه؟ میخوام بدونم گناه من چیه؟ گناهم رو بگین. هم رزم ما به تو میگه. سکوتی سنگین برقرار میشود. سرباز چهارم که مردیست میان سال میآید جلوی سر. روح من برای کسب پیروزی خیلی تلاش کرد. اون مجبور شد یقم رو بگیره و من رو مثل موش تکون تکون بده. رفتارش نسبت به من هنوز خشونت‌آمیز بود. اون من رو راهی زندون کرد. من پولی رو که به هم سپرده شده بود دزدیده بودم. با مبلغ زیادی پول فرار کرده بودم. اونا دستگیرم کردن، محاکمه و محکوم شدم. تو سلول زندون همون آرامشی که روحم دنبالش بود نصیبم شد. بالاخره تونستم ندای اون رو بشنوم. مدتی که توی سلول انفرادی بودم خوشترین اوقات زندگی بود. وقتی دوره زندونم تموم شد نتونستم از روحم جدا بشم. خدا رو شکر. دنبال جایی ساکت و خلوت میگشتم تا بتونیم هم دیگر رو ببینیم. و اون جای مورد نظر روی همین نیمکت تومه بود. هنوزم هست. هر شبی که احساس کنم نیاز دارم ساعتی رو خوش بگذرونم میام اینجا. سرباز چهارم کنار میستم. دوستمون از اوقات خوشی که روی نیمکت تومه داشته حرف زد. در بین شما چه کسی میخواد از گناه خودش مبرا بشه؟ اون آرامش رو حتما اینجا به دست میاره. بیاین سوی نیمکت تومه. یک مرد برمیخیزد، فریاد میزند و همراه با حرکات سر و دست سخن میگوید. گناه کسی دیگه ای نه، گناه هیچ کس. من میخوام گناه خودم رو بشنوم. گناه من. من از صبح تا حالا تو راه بودم. من رانده شدم و در مسیر این جستجو قرار گرفتم. شانس بازگشت نداشتم. زمین پشت سرم به هم باز کرد. همه پولا خراب شد. مجبور بودم در جاده پیش برم که من رو به اینجا کشون. نمیخوام با شرح جاهایی که توقف کردم و خستم کردن سرتونو به درد بیارم. هیچ کدومشون ارزش بریدن از زندگی قبلیمو نداشتم. هیچ کدومشون چیزی نصیبم نکردن. با نگاهی جستجوگر، با اطمینان خاطر و ذهنی تیز و آماده پیش میرفتم. از کنار همه اونا گذشتم، مرحله به مرحله. اون چیزها در دوردست‌ها کوچیک و ناپدید میشدن. نه، این یکی چیزی نبود که میخواستم. اون یکی هم همینطور، بعدی هم همچین، چهارمی و پنجمی هم.
چه هدفی؟ چه پاداشی؟ ارزش اینو داره که آدم همه هستیشو قمار کنه؟ این تالار پر از قشقش نیمکت ها و تنین آهنگه. اینجا نیمکت به نیمکت روح خرسندی رو فریاد میزنه. در اینجا اون بوته آزمایش دوغلو شعله ور میشه، اعتراف و ندامت. روح که ذوب و تصفیه شد استوار و درخشان، مانند برجی نورانی قد علم میکنه. اون وقت با فریاد رضایتمون رو از این نیمکت ها اعلام میکنیم. حالا سرگذشتم رو براتون میگم. بگو، بگو، من اینجا در کنارت. تمام روز تو راه بودم. اعتراف میکنم من صندوقدار بانکم. پولی رو که به من سپرده شده بود دزدیدم. یه مبلغ کلان، 60,000 مارک. پولو برداشتم و فرار کردم. اومدم به این شهر آسفالته شما. حالا اونا منو تعقیب میکنن. شاید جایزه بزرگی هم برای دستگیریم تعیین کرده باشن. اما دیگه نمیخوام پنهان بشم. اعتراف میکنم. آدم با پولای همه بانکای دنیا نمیتونه چیز با ارزشی به دست بیاره. همیشه ضرر میکنه. هر چقدر پول بیشتری بدهی میبینی کالاها بی‌ارزش‌تره. پول کالاها رو فاسد میکنه. پول حقیقت رو میپوشونه. پول کثیف‌ترین چیز تو این دنیاست. بسته های اسکناس رو از جیب بیرون میآورد. این تالار مثل یه اجاق سوزانه که بی احترامی شما نسبت به چیزهای بی‌ارزش میتونه اونو شعله ور کنه. من این پولا رو به سوی شما پرت میکنم. این پولها زیر لگد شما پاروپوره میشن. این همه نیرنگ در این دنیا، مصرف این همه آشخار. من از میون نیمکت‌های شما میگذرم و خودم رو به اولین پلیسی که ببینم تسلیم میکنم. پس از اعتراف نوبت دادن کفاره است. پیمانه پر شده. او که دستکش به دست دارد پولها را در فضای تالار پخش میکند. اسکناس ها پرپرسنان فرود میآیند. همه دست ها به بالا دراز شده است. دعوا و جنجال به راه میافتد. جمعیت به صورت گلیمی در حال نزاع در میآید. سربازها از سکو به پایین میآیند. نیمکت ها واژگون میشوند. صدای ضربه های مشت بلندتر از داد و فریاد شنیده می شود. سرانجام جمعیت با فشار و هول دادن به سوی در خروجی یورش می برند و به خیابان می رسند. دختر که در این برگاه شرکت ندارد تنها روی پله ها ایستاده. صندوقدار به دختر لبخند می زند. تو در کنارم هستی؟ هنوز پیش من؟ تب و قطعه چوبی را که در کنار افتاده بر می دارد. خب جمعیت رفت. گله زوزه کشان دوید و رفت. چه خلایی فضا باز. جای کافی. فضا فضا فضا. و دو چیزه ای که به این جا مونده، نجیب درستگار و وفادار. یه دو چیزه و یه مرد. باقی قدیمی بازگشایی شده. آسمون صاف صافه. صدایی از سرشاخه های ساکت شنیده میشه. عالیه. دو چیزه و مرد. وفاداری ابدی. دو چیزه و مرد. قربانی در خلق. دو چیز و من آغاز و پایان. دو چیز و من وصل و گل. دو چیز و من معنا و هدف و مقصد. سوی در خود
می‌رود و به او می‌خزد. زندان‌دار ضربه‌هایی حاکی از استراحت و آسودگی خیال بر تب می‌زند. دختر را با شدت باز می‌کند و خطاب پلیسی که همراه پلیس می‌گوید: این مرد اینجاست. یاد باشه من اونو نشونتون دادم. خب جایزه باید به من بدید. صندوقدار از نواختن باز می‌ایستد و چوب را به زمین می‌اندازد. اینجا من بالاتر از شما ایستادم. دو نفر خیلی زیاده. فقط برای یه نفر جا هست. فضا تنهایی است. تنهایی فضاست. سرما گرمای آفتابه. گرمای آفتاب سرماست. تب تند شما رو میسوزونه. تب تند از سرما خشک دور میکنه. کشتارها بیابونن. یه خونا رو پوشونده. کی میتونه فرار کنه؟ در کجاست؟ این تنها در خروجه؟ دختر با تکان دادن سر تایید میکند. صندوقدار در جیبش دنبال چیزی میگردد. اون دفتر تو جیبش، چراغ رو خاموش کن، میخوام به ما شلیک کنه. دختر اطاعت میکند. تمامی چراغ های آویخته از سقف خاموش میشوند. نوری که از سمت چپ بر توده سیم های برق نزدیک به سقف میتابد آن را به شکل یک اسکلت در میآورد. صندوقدار در حالی که با دست چپ جیب بغل را میگردد با دست راست شیپوری را بر میدارد و آهنگ پر سر و صدایی را به سمت اسکلت مینوازد. پیداد شد. امروز صبح تو توده های برف تحقیرت کرد. حالا به این توده سیم ها خوش اومد. من با احترام به تو سلام میکنم. جاده پشت سرمه. نفس زنان از پیچ شیبداری بالا میام. دیگه نا ندارم. نیروی در خودم ذخیره نکردم. راهی رو که میتونستم به آسونی طی کنم بر خودم دشوار کردم. امروز صبح که ما، یعنی من و تو، تو بعد هم دیگر رو دیدیم، باید در دعوت از من بیشتر اصرار میکردیم. جرقه ای از روشنگری به من خیلی کمک میکرد و این همه تو درد سر نمیافتادم. درک این موضوع هوش زیادی نمیخواد. چرا من تردید کردم؟ چرا این راه رو در پیش گرفتم؟ من کجا؟ من به کجا وابستم؟ تو با اون استخونهای بهنم از اول تا آخر میگیری اونجا میشید و من از بامداد تا نیمشب خشمگین دور خودم میچرخم و حالا انگشت اشارت راه رو نشون میده. به کجا؟ پاسخ این پرسش گلوله ایست که او به سینه خود شلیک میکند. چراغ را روشن کن. دختر چراغ را روشن میکند. صندوقدار به پشت افتاده. دستها به دو سو دراز است و سر او رو به پایین روی پله ها قرار گرفته. نفس خشدار او به صدای واژه اینک شبیه است و آه عمیق و سنگین او به آن انسان. لحظه ای بعد تمامی لامپ‌ها با صدایی مهیب می‌ترکند. باید در کابل اصلی برق اتصالی ایجاد شده باشه. تاریکی محض. پایان.